هنر شفاف اندیشیدن فصل 26 چرا فورا سراغ ریسک های میلیاردی می روی؟ نادیده گرفتن احتمالات دو بازی شانسی در اولی می توانی ده میلیون دلار برنده شوی و در دومی ده هزار دلار. کدام یک را بازی می کنی؟ اگر در اولین بازی برنده شوی، زندگیت کاملا عوض می شود. می توانی شغلت را کنار بگذاری و به رئیست بگویی کجا برود و با پولی که برنده می شوی زندگی کنی. اگر در بازی دوم همه پولها را ببری می توانی تعطیلات خوبی را در سواحل کارایی بگذرانی. ولی باید آنقدر زود پشت میز کارت برگردی که از کارت پستالی که از آنجا میفرستی زودتر میرسی. احتمال برنده شدن در بازی اول یک درصد میلیون و در بازی دوم یک در ده هزار است. خب کدام بازی را انتخاب می کنی؟ احساسات ما را به سمت بازی اولی هدایت می کند. هرچند با یک بررسی منطقی متوجه می شویم بازی دوم ده برابر بهتر است. مقدار برد زب در احتمال. بنابراین تمایل عموم به بردهای کلانتر میلیونی میلیاردی و تریلیاردی است مهم نیست چقدر شانس بردن کم باشد سال 1972 در آزمایشی کلاسیک شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند. به اعضای گروه اول گفته شد به آنها یک شوک کوچک الکتریکی وارد می شود. به اعضای گروه دوم گفته شد خطر چنین اتفاقی فقط پنجاه درصد است. محققان میزان استراب جسمی یعنی ضربان قلب، عصبیت، تعرق و غیره را در آستانه شروع آزمایش اندازه گیری کردند. نتایج کاملا شک آور بود. کوچکترین تفاوتی وجود نداشت. اعضای هر دو گروه به یک اندازه استرس داشتند. دفعه بعد محققان احتمال شک دادن به اعضای گروه دوم را مدام کاهش دادند. از 50 درصد به 20 درصد، بعد 10 درصد و 5 درصد. نتیجه کماکان هیچ فرقی نداشت. اما وقتی اعلام کردن قدرت شک را بالاتر میبرند، میزان فشار عصبی هر دو گروه دوباره بالا رفت. باز هم به یک اندازه. این آزمایش نشان می دهد ما به بزرگی یک اتفاق واکنش نشان می دهیم. میزان پول قمار یا حجم الکتریسیته. ولی به احتمال وقوعش واکنش نشان نمی دهیم. به عبارت دیگر ما حسی نسبت به احتمالات نداریم. بنابراین عبارت مناسب برای این فقدان نادیده گرفتن احتمالات است و این منجر به خطاهایی در تصمیم گیری می شود. ما به خاطر سود بالقوه‌ای که باعث می شود علامت دلار جلوی چشممان چشمک بزند روی کسب و کار جدید سرمایه گذاری می کنیم. اما فراموش می کنیم یا زیادی تنبل هستیم که شانس اندکی را که برای چنین رشدی در تجارت وجود دارد محاسبه کنیم. مورد مشابهی نیز وجود دارد. بعد از آنکه رسانه ها خبر یک سانهه هوایی را به شکل گسترده ای پوشش می دهند، پروازهایمان را بدون در نظر گرفتن احتمال بسیار اندک سقوط که البته قبل و بعد از چنین فاجعه یکسان میماند لغو میکنیم بسیاری از سرمایه گذاران مبتدی سرمایه خودشان را فقط بر مبنای بازده آن مقایسه می کنند. در نظر آنها سهام گوگل با بازده 20 درصد دو برابر بهتر از یک ملک با بازده 10 درصد است. این اشتباه است ریسک سرمایه گذاری هر دو را باید هوشمندانه در نظر بگیریم اما باز هم هیچ حس تجربی نسبت به این موضوع نداریم و به همین خاطر معمولا آن را نادیده میگیریم به آزمایش شوک الکتریکی برمیگردیم در گروه دوم احتمال گرفتن شوک شوک بیشتر کاهش داده شد از پنج به چهار و بعد سه درصد فقط وقتی احتمال به صفر رسید واکنش گروه دوم در قیاس با گروه اول تغییر کرد برای ما ریسک صفر درصد بی نهایت بهتر از یک درصد است که بسیار غیر محتمل است. برای آزمایش این موضوع دو روش تصفیه آب شرب را امتحان می کنیم. فرض کن یک رودخانه دو شاخه فرعی بزرگ به هم اندازه دارد. یکی از آنها از روش تصویه الف استفاده می کند که خطر مرگ بر اثر آب آلوده را از پنج به دو درصد کاهش می دهد. دیگری از روش تصویه به استفاده می کند که خطر را از یک درصد به صفر تقلیل می دهد. یعنی خطر کاملا از بین می رود. خب روش الف یا به؟ اگر تو هم مثل بقیه فکر کنی روش ب را انتخاب خواهی کرد که احمقانه است چون با روش الف سه درصد افراد کمتر می میرند و با روش ب فقط یک درصد کمتر روش الف سه برابر بهتر است به این تصور غلط انحراف ریسک صفر می گویم مثال کلاسیک این موضوع تصمیم سازمان, غذا و, و داروی آمریکا در سال 1958 است. در آن سال غذاهایی که حاوی مواد سرطانزا بودند ممنوع کردند. این ممنوعیت که به منظور رسیدن به ریسک صفر سرطان وضع شده بود در ابتدا خوب به نظر می رسید. ولی در نهایت منجر به استفاده از افزودنی های خطرناکتر اما غیر سرطانزا شد. انتظار رسیدن به ریسک صفر نامعقول هم هست. همانطور که پاراسلسوس در قرن 16 هم بیان کرد، مسموم کردن همیشه وابسته به دوز سم است. علاوه بر آن هیچگاه نمیتوان این قانون را به طور کامل اجرا کرد چون حذف کردن تک تک های ممنوعه غیر ممکن است. برای همین هر مزرعه باید مثل یک کارخانه یه تراشه یه کامپیوتری فوق استریل باشد که در این صورت هزینه غذا صدها برابر می شود. از لحاظ اقتصادی ریسک صفر درصدی معقول نیست. استثنای این قضیه زمانی است که عواقب آن تکان دهنده باشد. مثل انتشار ویروس های کشنده و بسیار واگیردار از یک آزمایشگاه بیوتکنولوژی. ما حس درک ریسک را نداریم و بنابراین نمی توانیم بین تهدیدهای مختلف تمایز قائل شویم هرچه تهدید جدیتر باشد و موضوع احساسی تر مثل رادیواکتیو کاهش ریسک برای ما کمتر اطمینان بخش است دو محقق دانشگاه شیکاگو نشان دادند مردم به یک اندازه از شانس 99 درصدی و یک درصدی مسمومیت با مواد شیمیایی سمی ترسند. واکنش غیر منطقی اما متداول. فصل 27 چرا آخرین شیرینی چرا آخرین شیرینی جعبه دهان تو را آب می اندازد؟ خطای کم بود. به صرف قهوه در خانه با یکی از دوستان مهمان بودیم. نشسته بودیم و تلاش می کردیم سر صحبت را باز کنیم. در حالی که بچه های میزبان روی زمین افتاده بودند و با هم کشتی می گرفتن. ناگهان یادم آمد با خودم چند تا تیله شیشه ای آوردم. یک بسته کامل. همه ای آنها را رو روی زمین ریختم و امیدوار بودم آن فرشته های کوچک بتوانند در آرامش با آن تیله ها بازی کنند. البته که این اتفاق نیفتاد و دعوا بینشان بالا گرفت. درست نفهمیده بودم چه شده. کمی دقیقتر نگاه کردم. در میان آن همه تیله فقط یک تیله آبی وجود داشت و بچه ها سر آن با هم دعوا می کردند. تمام تیله ها دقیقا هم اندازه شفاف و براق بودند. اما تیله آبی نسبت به سایر آنها یک مزیت داشت. هیچ تیله مشابه آن نبود. فقط می توانستیم به این رفتار بچگانه آنها بخندیم. در آگوست 2005 وقتی شنیدم گوگل میخواهد سرویس ایمیل خود را افتتاح کند مصمم بودم برای خودم یک حساب کاربری بسازم آخر هم این کار را کردم در آن زمان حساب جدید بسیار محدود بود و فقط با دعوتنامه میشد یکی از آنها را ساخت این امر باعث شد خیلی بیشتر دنبال ایجاد حساب کاربری باشم اما چرا قطعا به این خاطر نبود که من به حساب کاربری جدید نیاز داشتم. من آن موقع چهار حساب کاربری دیگر داشتم. و به این خاطر هم نبود که جیمیل در آن زمان سرویس بهتری ارائه میداد. بلکه صرفا به خاطر این بود که همه به آن دسترسی نداشتند. وقتی به آن زمان نگاه می کنم، فقط می توانم به رفتار بچگانه بزرگترها بخندم. رومیها معتقد بودند را را سانت کارا یعنی کمیاب با ارزش است. در حقیقت خطای کم بود هم سن انسان است. آن دوست میزمان من که سه بچه داشت معمور پاره وقت معاملات املاک است. هر وقت یکی از مشتری هایش نمی تواند به درستی تصمیم بگیرد به او زعی می زند و می گوید یک پزشک از لندن نقشه دیروز ساختمان را دید و خیلی آن را پسندید. تو چطور؟ هنوز هم تمایل به خرید داری؟ آن پزشک لندنی که بعضی وقتها استاد دانشگاه یا کارمند بانک می شود البته یک موجود خیالی اما بسیار تأثیر گذار است. او باعث می شود مشتری ها احساس کنند فرصتی دارد درست جلوی چشمانشان از دست می رود. پس دست به کار می شوند و معامله را انجام می دهند. چرا؟ باز به خاطر کمبود احتمالی منابع. از جنبه تئوریک این وضعیت چندان قابل درک نیست. مشتری کاری به تفکرات پزشکان لندن ندارد. با توجه به قیمت تعیین شده یا زمین را میخواهد یا خیر. پروفسور استفن وارشل برای سنجیدن کیفیت شیرینی ها شرکت کنندگان را به دو دسته تقسیم کرد. گروه اول یک جعبه کامل شیرینی دریافت کردند و دسته دوم فقط دو شیرینی. در آخر کسانی که فقط دو شیرینی داشتند کیفیت شیرینی ها را خیلی باراتر از گروه اول ارزیابی کردند. این آزمایش چندین بار تکرار شد و هر بار نتیجه مشابهی داشت. تبلیغات می گویند فقط تا وقتی سهام ها سود می کنن. پسترها هشدار می دهند فقط امروز. صاحبان گالری ها از همین خطای کمبود سوء استفاده می کنند. و نشانه های قرمز فروخته شد را زیر نقاشی های خود می تا کارهای باقی مانده خود را نمونه های کمیاب معرفی کنند که باید هرچه سریعتر آنها را خرید. ما تم، سکه و ماشین های قدیمی را جمع آوری در حالی که هیچ کاربرد عملی برای ما ندارند. شرکت پست تمرهای قدیمی را قبول نمی کند. بانک سکه های قدیمی را نمی و ماشین های قدیمی دیگر اجازه تردد در خیابان ها را ندارند. اما اینها همه مشکلات جانبی هستند. جذابیت آنها در کمیاب بودنشان است. ضمن پژوهشی از دانشجویان خواسته بودند ده پوستر را به ترتیب جذابیت ردبندی کنند. به آنها گفتند در پایان می توانند به عنوان هدیه یکی از پوسترها را برای خود نگه دارند. پنج دقیقه بعد اعلام کردند پوستری که در ردبندی آنها سوم شده بود دیگر موجود نیست. سپس از آنها خواستند مجددا ردبندی را انجام دهند. پستری که دیگر موجود نبود ناگهان رتبه اول را کسب کرد. در روانشناسی این پدیده را واکنش می نامند. وقتی از یک انتخاب محرومیم ناگهان به نظر جذاب تر می رسد. این کار مثل تقیان است. به آن اثر رومئو و جولیت هم می گوید. چون عشق بین این دو نوجوان داستان شکسپیر ممنوع بود، هیچ حد و مرزی نمی شناخت. این تمایل نباید حتما درباره عشق باشد در آمریکا مهمانی های دانش آموزی به خاطر مصرف بیش از حد مشروبات الکلی معمولا به هم میخورد صرفا به این خاطر که مصرف آنها قبل از سن 21 مجاز نیست. در نتیجه پاسخ معمول به کم بود باعث ایجاد خلل در شفاف اندیشی می شود. ارزش محصولات و خدمات را صرفا بر اساس قیمت و مزایای آنها بسنج اینکه یک محصول در حال اتمام است یا پزشکان لندن به آن علاقمند شدهاند نباید در ارزشش اثرگذار تلقی شود فصل 28 وقتی صدای سم چهار پایان را میشنوی منتظر گورخر خر نباش قفلت از نرخ پایه مارک یک مرد راقراندام اهل آلمان است که عینک به چشم میزند و دوست دارد کارهای موزارت را گوش بدهد. کدام یک محتمل تر است؟ اینکه مارک الف یک راننده کامیون باشد یا ب استاد ادبیات در فرانکفورت باشد. بیشتر افراد روی ب شرط می‌بندند که اشتباه است. در آلمان تعداد راننده های کامیون ده هزار برابر تعداد استادان ادبیات است. به همین خاطر بسیار محتمل تر از مارک راننده کامیون باشد. پس چه اتفاقی افتاد؟ این توضیحات با جزئیات ما را فریب داد که حقایق آماری را نادیده بگیریم. دانشمندان به این خطا قفلت از نرخ پایه می گویند. یعنی نادیده گرفتن سطح توضیعی اساسی یکی از متداول ترین خطاها در استدلال تقریبا تمام روزنامه نگاران، اقتصاددانان و سیاستمداران دائما اسیر این خطا می شوند. و اما مثال دوم یک مرد جوان را با چاقو می زنند و او به شدت مسموم می شود. کدام یک از اینها محتمل تر است؟ اینکه الف زارب یک مهاجر روسی باشد که به طور غیرقانونی چاقوی مبارزه وارد می کند یا ب. زارب یک آمریکایی از طبقه متوسط باشد حالا دیگر روال را می دانیم گزینه ب بسیار محتمل تر است چرا که تعداد آمریکایی های طبقه متوسط میلیون ها برابر روس های وارد کننده چاقو است در پزشکی نیز قفلت از نرخ پایه نقش مهمی را ایفا می کند. مثلا میگرن ممکن است نشان دهنده آلودگی ویروسی یا تومور مغزی باشد. اما عفونت های ویروسی بسیار متداول ترند. به بیان دیگر نرخ پایه بالاتری دارند. به همین خاطر پزشکان پیش از بررسی تومور آزمون های عفونت را می گیرند. این بسیار منطقی است. در دانشکده های پزشکی دانشجویان زمان زیادی را صرف خلاص شدن از قفلت از نرخ پایه می کنند. شعاری که در گوش هر پزشک آینده در آمریکا خوانده می شود. وقتی صدای سم چهار پایان را از پشت سر می شنوید، منتظر دیدن گور خر نباشید. به این معنا، قبل از اینکه سراغ آزمایش بیماری های کمیاب بروی، به دنبال معاینه اختلال های متداول باش. حتی اگر متخصص درمان بیماری های کمیاب باشی. پزشکان تنها متخصصانی هستند که درباره نرخ پایه آموزش می بینند. متاسفانه افراد اندکی در تجارت با آن آشنایند. گاه گاه برنامه های مؤسسان شرکت موفقی را می و به خاطر محصولات، ایده ها و شخصیت آنها بسیار هیجان زده می شوید. پیش خودمان فکر می کنیم این می تواند گوگل بعدی باشد. اما یک نگاه به نرخ پایه ما را به زمین بر می‌گرداند. احتمال اینکه یک شرکت در پنج سال اول ورشکسته نشود 20 درصد است. پس احتمال اینکه آن شرکت به یک مؤسسه جهانی تبدیل شود چقدر است؟ تقریبا صفر. وارن بافت یک بار درباره عدم سرمایه گذاریش در شرکت های بیوتکنولوژی توضیح داد. چه تعداد از این شرکت ها سودی معادل صدها میلیون دلار دارد؟ این اتفاق عملا غیرممکن است. محتمل ترین پیش آمد قرار گرفتن این شرکت در میانه های جدول درآمد است. یک نمونه از تفکر نرخ پایی. برای بیشتر مردم خطای بقا فصل اول یکی از عوامل قفلت از نرخ پایی است. آنها تنها افراد و شرکت های موفق را می بینند. چرا که گزارشی در مورد شکست خورده ها وجود ندارد. یا گزارش ها زیاد نیستند. این باعث می شود بسیاری از موارد, بسیاری از موارد نامرئی را نادیده بگیرند. فرض کن داری یک نوشیدنی را در رستورانی تست می کنی و باید حدس بزنی مال کدام کشور است. برچسب بودجی آن برچسب پوشانده شده. اگر مثل من تخصصی در این زمینه نداشته باشی، تنها روزنه ای امید برایت نرخ پایی است. طبق تجربه میدانی حدود سه چهارم مشروبات منو رستوران ساخت فرانسه است. پس منطقی تر است حدس بزنی فرانسه. حتی اگر بین شیلی و کالیفرنیا شک داشته باشی. گاهی افتخار این را دارم که برای دانشجویان گاهی افتخار این را دارم که برای دانشجویان بهترین دانشکده های بازرگانی سخنرانی کنم. وقتی درباره اهداف زندگی شغلی از آنها سوال می کنم، بیشترشان با عبارات کلی جواب میدهم. آنها خود را در هیئت رئیسه شرکت های جهانی تصور می کنند. سالها پیش, من و دیگر هم دوره هایم همین جواب را میدادیم. فکر کردم لازم است یک درس مختصر درباره نرخ پایه بدهم. با یک مدرک از این دانشکده احتمال اینکه شما به هیئت مدیره یک شرکت در بین 500 شرکت برسر راه پیدا کنید کمتر از یک درصد است. فارغ از اینکه چقدر باهوش و جاه طلب باشید، محتمل ترین پیش آمد یک پست مدیریتی میانه برای شماست. با این حرف نگاه های متعجب به سوی من جلب شد و به خودم گفتم کمک کوچکی به دانشجویان در راستای سبک کردن بحران میان سالی کردم. فصل 29 چرا نیروی متعادل کننده جهان مزخرف است. خطای قمارباز در تابستان 1913 اتفاق خارق العاده ای در مونت کارلو افتاد. مردم کنار میز رولت جمع شده بودند و آنچه را که به چشم می دیدن باور نمی توپ 20 بار متوالی روی خانه های سیاه متوقف شد. خیلی از بازیکنان از فرصت استفاده کردند و سریعا پول خود را روی قرمز شرط بستند. ولی توپ در خانه سیاه از حرکت ایستاد. باز هم مردم بیشتری دور میز جمع شدند تا روی قرمز شرط ببندند. بالاخره این وضعیت باید تغییر می کرد. اما دوباره سیاه بود. دوباره و دوباره. تا چرخش بیست و هفتم طول کشید که بالاخره توپ روی قرمز ایستاد. بازیکنان چندین میلیون رمیز هزینه کرده بودند. بعد از چند بار چرخش همه ورشکسته بودند. متوسط ضریب هوشی دانش آموزان در یک شهر بزرگ برابر صد است. برای بررسی این موضوع یک گروه تصادفی پنجاه نفره از دانش آموزان را انتخاب کنید. ضریب هوشی اولین دانش آموز برابر 150 است. حالا متوسط ذریب هوشی پنجاه دانش آموز چه خواهد بود؟ بیشتر مردم حد میزنند صد. آنها فکر می کنند به هر نحوی اثر این دانش آموز فوق باهوش به تعادل خواهد رسید. شاید با یک دانش آموز با ذریب هوشی پنجاه یا دو دانش آموز با ذریب هوشی هفتاد و پنج. اما در چنین نمونه آماری کوچکی این امر بسیار غیر محتمل است. باید انتظار داشت که 49 دانش آموز باقی مانده دارای ذریب هوشی متوسط جمعیت باشند. یعنی به طور متوسط دارای ضریب هوشی 100. 49 ضرب در 100 به اضافه یک ذریب هوشی 150 یعنی مقدار میانگین برابر 101. مثال مونت کارلو و آزمایش به هوشی نشان می دهد مردم به نیروی متعادل کننده جهان اعتقاد دارند. به این پدیده خطای قمار باز می گوید. اما در پیشامدهای مستقل هیچ نیروی هماهنگی کننده ای در کار نیست. توپ به خاطر نمی سپارد که چند بار تا به حال روی خانه سیاه متوقف شده است. با وجود این، یکی از دوستان من اعداد برنده لاتاری ها را هر هفته فهرست می کند و با اعدادی که کمتر از بقیه برنده شده بازی می کند. همه اینها برای هیچ است. او یکی دیگر از قربانیان خطای قمارباز باز است. این جوک به خوبی این پدیده را توضیح می دهد. یک ریاضیدان به خاطر احتمال حمله های تروریستی از پرواز می ترزد. به همین دلیل در هر پرواز یک بوم در چمدان خودش می گذارد. او استدلال می کند احتمال وجود یک بوم در هواپیما بسیار کم است. اما احتمال وجود دو بوم در هواپیما عملا صفر است. یک سکه سه, سه بار به هوا پرتاب می شود و هر سه بار شیر می آید. فرض کن یکی تو را مجبور کند هزاران دلار روی سکه بعدی شرط ببندی روی شیر شرط میبندی یا خط اگر مثل بیشتر مردم فکر کنی خط را انتخاب خواهی کرد به رغم اینکه شیر هم همان اندازه محتمل است خطای قمارباز باعث می شود فکر کنیم چیزی باید تغییر کند. یک سکه پنجاه بار پرتاب می شود و هر بار شیر می آید. مجددا اگر کسی تو را مجبور کند شرط ببندی شیر انتخاب می کنی یا خط؟ حالا که یکی دو مثال دیده ای با بازی آشنا شده ای. می دانی ممکن است هر اتفاقی بیفتد. اما اکنون دوباره با یک تله کلاسیک دیگر مواجه شده ای. از قلم انداختن حرفه‌ای ریاضی دانا. شعور به تو خواهد گفت شیر انتخاب هوشمندانه تری است چرا که مشخصاً سکه مشکل دار است. در فصل 19 بازگشت به میانگین را بررسی کردی. یک مثال اگر منطقه زندگی تو دچار سرمایه بیسابقه سابقه بشود، محتمل است که دما در چند روز آینده به مقدار متوسط خود بازگردد. اگر هوا هم مثل کازینو عمل می کرد، پنجاه درصد احتمال داشت دما بالا برود و پنجاه درصد ممکن بود دما کاهش پیدا کند. اما هوا با کازینو متفاوت است. مکانیسم های بازخورد پیچیده در جو باعث ایجاد تعادل بین سرد و گرم می شود. اما در سایر موارد دو حد بیشینه و کمینه همدیگر را تشدید می کنند. برای مثال، ثروتمندها ثروتمندتر می شوند. سهامی که رشد می کند تا حدی تقاضا را افزایش می دهند. خاطر عمل کرده خوبش. به این ترتیب، یک جور همکاری دو طرفه اتفاق می افتند. پس کمی تقیق به وقایع مستقل و غیر مستقل اطرافت نگاه کن وقایعی که کاملا مستقل باشند فقط در کازینو جریان بلیت بخت آزمایی و نظریه ها وجود دارد در دنیای واقعی در بازارهای اقتصادی و تجارت در مورد آب و هوا و سلامتی وقایع عموما با هم مرتبطند یعنی آنچه تا کنون اتفاق افتاده بر چیزهایی که اتفاق خواهند افتاد اثر خواهد داشت. هرچند ممکن است به نظر برسد که این طور فکر کردن کار ما را آسان می کند. اما در حقیقت هیچ نیروی متعادل کننده برای وقایع مستقل در جهان وجود ندارد. از هر دست بدهی از همون دست می گیری. اصلا وجود خارجی ندارد. فصل سیوم چرا گردونه شانس باعث می شود سر ما گیج برود؟ مرجع آبراهام لینکلن کی به دنیا آمد؟ اگر سال تولد او را در ذهن نداشته باشی و بازی گوشی همراهت نیست تمام شده باشد چگونه با این سال مواجه می شاید بدانی در طول جنگ های داخلی دهه 1860 رئیس جمهور بوده. و همینطور اولین رئیس جمهور آمریکاست که ترور شده. با نگاه به مجسمه یادبود لینکلن در واشنگتن یک جوان با انرژی نمی بلکه بیشتر یک پیر کارکشته شهست ساله به نظر می رسد. این مجسمه احتمالاً او را در اوج قدرت سیاسی نمایش داده است. مثلا در شهست سالگی. فرض کن او در اواسط دهه 1860 به قطر رسیده. یعنی حس ما این است که او در سال 1805 به دنیا آمد. جواب صحیح سال 1809 است. پس ما چطور این مسئله را حل کردیم؟ به کمک مرجع دهه 1860 میلادی به یک حدث نسبتا دقیق رسیدیم. هر وقت چیزی را حدث می میزنیم مثل طول رودخانه میسیسیپی، تراکم جمعیت در روسیه، تعداد نیروگاه های ای در فرانسه، از مرجع کمک میگیریم. ما با چیزی که نسبت به آن اطمینان داریم شروع میکنیم و در ادامه به قلم روی ناشناخته ها میرویم. جز این چطور میتوانستیم این کار را انجام بدهیم؟ یک عدد تصادفی را همینطور انتخاب کنیم. این که غیر منطقی است. متاسفانه ما از مرجه ها وقتی نیازی هم به آنها نیست استفاده می کنیم. مثلا روزی در کلاسی استادی یک بطری نوشیدنی الکلی روی میز گذاشت. از دانشجویانش خواست دو رقم آخر کد ملی خود را یادداشت کنند و سپس تصمیم بگیرند آیا حاضرند آن مقدار برای نوشیدنی هزینه کنند یا خیر. در مزایده ای که پس از آن برگزار شد، مبلغ پیشنهادی دانشجویانی که دو رقم آخر کد ملیشان بزرگتر بود، حدود دو برابر کسانی بود که دو رقم آخر کد ملیشان کمتر بود. این ارقام کد ملی به عنوان مرجع عمل کردند. البته به صورت مخفی و گمراه کننده. آموس توورسکی روانشناس آزمایشی با گردونه شانس انجام داد. از شرکت کنندگان خواست آن را بچرخانند و سپس از آنها پرسید سازمان ملل چند عضو دارد. حدس های آنها وجود اثر مرجع را تایید می کرد. بزرگترین حدس ها از جانب کسانی بود که اعداد بزرگتری را از گردونه خارج کرده بودند. دو محقق به نام های روسو و شومیکر از دانشجویان خود پرسیدند چه سالی آتیلا در اروپا متحمل شکستی خورد کننده شد. درست مثل نمونه کد ملی برای شرکت کنندگان از مرجع استفاده کرد. این بار با رقم آخر شماره های تلفن خود. نتیجه افرادی که شماره تلفن بزرگتری داشتند سالهای اخیرتر را انتخاب کردند و برعکس شکست آتیلا در سال 453 میلادی بود. یک آزمایش دیگر دانشجویان و کارگزاران حرفه‌ای بنگاه های معاملات ملکی از خانه بازدید کردند. از آنها خواسته شد که قیمتش را تخمین بزنند. قبل از آن، یک لیست با اعدادی که به صورت تصادفی تولید شده بود از قیمتهای فروش خانه به آنها داده شده بود. همونطور که انتظار می رفت مرجع بر دانشجویان اثر گذاشت. هرچه لیست قیمتها بالاتر بود ارزش تخمینی دانشجویان نیز بیشتر بود. اما کارگزاران چطور؟ آیا به صورت منطقی قیمت گذاری کردند؟ نه، آنها هم به طور مشابه از مقدار مرجع تصادفی اثر گرفته بودند. هرچه ارزش چیزی مثل ملک، سهام شرکت یا اثر هنری نامعلومتر باشد، حتی متخصصان هم بیشتر اسیر مرجع می شوند. مرجع ها فراوانند و همه ما به نحوی به آنها چنگ می اندازی. قیمت برای مصرف کننده که روی بسته خیلی از محصولات چاپ شده چیزی بیش از یک مرجع نیست. فروشندگان می‌دانند باید در مراحل اولیه یعنی خیلی قبل از اینکه پیشنهادی به آنها داده شود، قیمت را تعیین کنند. همچنین اثبات شده اگر معلمان نمره های پیشین دانش آموزان را بدانند، این امر در نمره آنها در آزمون های بعدی نیز اثر خواهد گذاشت. نمرات اخیر مثل یک نقطه شروع عمل می کنند. در سالهای اولیه کارم مدت کوتاهی در یک شرکت مشاوره کار می کردم. رئیسم در استفاده از مرجعها ها حرفه ای بود. در اولین مصاحبهش با هر مشتری همیشه یک قیمت را تثبیت می کرد که بسیار فراتر از هزینه های داخلی کار ما بود. بگذارید از الان به شما بگویم که وقتی صورت حساب را دید، دیدید شگفت زده نشبی. آقای فلانی ما تازگی یک پروژه مشابه برای یکی از رقبای شما انجام دادیم و قیمت آن در حدود پنج میلیون دلار تمام شد مرجع انداخته شد مذاکرات قیمت دقیقا از پنج میلیون دلار شروع می شد هنر شفاف اندیشیدن سی و یک. چطور مردم را از چند میلیون پولشان خلاص کنیم؟ استدلال استقرایی کشاورزی به یک قاز غذا می دهد. حیوان خجالتی اولش دودل است. تعجب می کند که اینجا دارد چه اتفاقی می افتد. چرا او به من غذا می دهد؟ این اتفاق تا چند هفته بعد هم ادامه پیدا می کند تا اینکه در نهایت شک قاز از بین می رود. بعد از چند ماه قاز مطمئن است که شاورز غالبا به او علاقه دارد. هر روز مرد به او غذا می دهد. قاز که کاملا به خیرخواهی مرد اطمینان دارد در روز کریسمس سلاخی می شود. قاز قربانی تفکر استقرایی است و تمایل به نتیجه گیری عمومی از مشاهدات جداگانه دارد. این تمثیل دیوید هیوم فیلسوف قرن هجدهم برای هشدار دادن بابت خطرات چنین کاری بود فقط قازها نیستند که در برابر این خطا آسیب پذیرند سرمایه گذاری سهام الف را میخرد قیمت سهام به سرعت بالا می رود. او در ابتدا محتاط است سرمایه گذار حدس میزند احتمالا باید یک حباب باشد با ادامه رشد قیمت سهام مخصوصا از زمان بالا رفتن قیمت هراس او به هیجان تبدیل می شود. این سهام احتمالا هیچ وقت پایین نمی آید. بعد از شش ماه همه پسنداز زندگیش را در آن سهام سرمایه گذاری می کند و چشمهایش را روی ریسک عظیم این کار می بندد. بعدها مرد بهای این سرمایه گذاری احمقانه را می پردازد. او در تله می افتد و در استدلال استقرایی غرق می شود. اما تفکر استقرایی لزوما جاده به سمت نابودی نیست. در حقیقت می توانی با فرستادن چند ایمیل ثروتی از آن برای خود دست و پا کنی. الان می گویم چطور؟ دو پیش بینی از بازار سهام را گردآوری کن. یکی که پیش بینی می کند ماه آینده قیمت ها بالا می رود، و دیگری که افت قیمت را هشدار می دهد. ایمیل اول را به پنجا هزار نفر بفرست و ایمیل دوم را هم به پنجا هزار نفر دیگر. تصور کن بعد از یک ماه شاخص ها نزول کند. حالا می توانی یک ایمیل دیگر بفرستی. اما این بار فقط برای آن ادهی که برایشان به درستی پیش بینی کرده بودی. این پنجا هزار نفر را به دو گروه تقسیم کن. نیمه اول با خبر می شوند که ماه بعد قیمت ها بالا می رود و نیمه دوم مطلع می شوند که قیمت ها افت می کند. به این کار ادامه بده. بعد از ده ماه حدود 100 نفر باقی میمانند که به آنها به شکلی بی مشاوره داده ای. از نظر آنها تو نخبه ای. برای آنها در جایگاه یک پیامبری. بعضی از این مردم برای پولشان به تو اعتماد می کنند. پول را بگیر و یک زندگی تازه در برزیل برای خودت درست کن. اما فقط قریبه های ساده نیستند که از این راه فریب میخورند. ما مدام خودمان را هم گول میزنیم. به عنوان مثال، کسانی که به ندرت بیمار میشوند، خودشان را فناناپذیر ناپذیر تصور میکنند. مدیرانی که در فصول متوالی اعلام سوددهی می کنند خودشان را لغزش ناپذیر می پندارد. کارمندان و سهامداران آنها هم همینطور فکر می کنند. یک زمانی دوستی داشتم که از ارتفاع می پرید. او از بالای سخره ها های مخابراتی و ساختمان ها می پرید و چتر نجات را در دقیقه آخر باز می کرد. یک روز به او گفتم ورزش انتخابیت چقدر خطرناک است. دوستم متوب... متکبرانه جواب داد من بیشتر از هزار بار پریدم و هیچ وقت اتفاقی برایم نیفتاده. دو ماه بعد کشته شد. این اتفاق وقتی رخ داد که از یک صخره فوقلاده خطرناک در آفریقای جنوبی پریده بود. همین تجربه برای ریشهکن کردن تئوری که هزار بار تایید شده کافی بود. تفکر استقرایی می تواند نتایج مخربی در پی داشته باشد. با وجود این نمی توانیم با نبودن آن کنار بیاییم. اطمینان داریم وقتی سوار هواپیما می شویم، قوانین آیرودینامیک همچنان معتبرند. تصور می کنیم در خیابانی به صورت تصادفی کسی به ما حمله نمی کند. انتظار داریم فردا هم قلبمان هنوز بتپد. اینها نقاط اتکایی هستند که بدون آنها قادر به زندگی نیستیم. اما باید یادمان باشد که قطعیت ها موقتی هستند. همانطور که بنجامین فرانکلین گفته هیچ چیز قطعی نیست مگر مرگ و مالیات استقرام ما را گمراه می کند و در نتیجه گیری هایی نظیر این می رساند و به نتیجه گیری هایی نظیر این می رساند. بشر همواره جان سالم به در برده پس ما هم قادر خواهیم بود با هر چالشی در آینده مقابله کنیم در نگاه اول خوب به نظر می رسد اما نکته حائز اهمیت این است که چنین اظهار نظری میتواند فقط از جانب بشری باشد که تا حالا جان سالم به در برده. اگر گمان کنیم زنده ماندن تا امروز نشانه ای است بر جان سالم به در بردن در آینده، یک ایراد جدی در استدلال است. شاید هم جدی ترین ایراد. سی و دو. چرا بدبختی بزرگتر از خوشبختی به نظر می رسد؟ نفرت از زیان به حال امروز خودت از یک تا ده چه نمره ای می دهی؟ فکر کن چه چیزهایی می تواند نمره حال تو را تبدیل به ده کند؟ یک سفر به جزایر کاراییب که همیشه آرزوی تو بوده؟ یا یک قدم رو به جلو در زندگی شغلی؟ سوال بعدی چه چیز باعث می شود روزت افتضاح باشد؟ فلج شدن، آلزایمر، سرطان، افسردگی، جنگ، گرسنگی، شکنجه، ورشکستگی، بیعتباری، فوت نزدیکترین دوستت، گرگان گرفته شدن فرزندت، کور شدن، مردن. این لیست طولانی احتمالات به ما نشان می دهد چه موانعی بر سر راه خوشی ما وجود دارد. به بیان کوتاهتر چیزهای بد نه تنها بیشتر از چیزهای خوبند بلکه بسیار با اهمیتتر هم هستند در گذشته و پیش از تکامل ما اوضاع از این هم بدتر بود یک اشتباه ابلهانه می توانست منجر به مرگ شود هر چیزی می توانست ما را به سرعت از چرخه زندگی جدا کند بیدقتی در شکار یک تاندون متورم بیرون آمدن از گروه های زندگی و غیره. کسانی که بیپروا یا بی ملاحظه بودند، پیش از آن که بتوانند جن خود را به نسل بعدی منتقل کنند، جان خود را از دست می دادند. باقی افراد یعنی ملاحظه کارها زنده ماندند. ما نوادگان آنها هستیم. بنابراین عجیب نیست بیش از این که برای چیزهایی که به دست می ارزش قائل باشیم از چیزهایی که از دست می دهیم وحشت داریم. از دست دادن 100 دلار بر خوشی تو بیشتر اثر دارد تا به دست آوردن یک صد دلاری در واقع اثبات شده که از نظر عاطفی از دست دادن یک چیز دو برابر سنگین از به دست آوردن همان چیز است دانشمندان اجتماعی به این پدیده نفرت از زیان میگویند به همین سبب اگر می خواهی کسی را در مورد موضوعی متقاعد کنی بر مزایای آن تمرکز نکن بلکه سعی کن به او نشان بدهی چگونه میتواند از مذرات آن رها شود. این یک مثال از یک کمپین است برای تبلیغ آزمایش داوطلبانه سرطان سینه. دو بروشور جداگانه به زنان داده میشد. بروشور الف می گفت تحقیقات نشان دادند زنانی که تن به آزمایش سینه می دهند با احتمال فراوانتری می توانند تومور را در مراحل اولیه که قابل درمانتر تر است شناسایی کنند. بروشور ب می گفت تحقیقات نشان دادند زنانی که از آزمایش های سینه پرهیز می کنند با احتمال کمتری تومور را در مراحل اولیه که قابل درمان است شناسایی می کنند. ها نشان دادند بروشور ب که با تمرکز بر زیان ها نوشته شده بود باعث ایجاد آگاهی بیشتری میشد. و نسبت به بروشور علف که با تمرکز بر منافع نوشته شده بود بیشتر زنان را به انجام آزمایش ترغیب می کرد. وحشت از دست دادن یک چیز عامل انگیزشی مؤثرتری نسبت به امکان به دست آوردن همان چیز با ارزش مشابه است. فرض کن شغل تو آیقبندی خانه است. مؤثرترین شیوه ترغیب مشتریها. برای خریدن محصولاتت این است که به جای اینکه به آنها بگویی آیق بندی چقدر در صرف جویی مالی به آنها کمک می کند؟ بگویی در نبود آیق بندی چه پولی را از دست می دهند؟ هرچند به لحاظ مفهومی این دو دقیقا مشابهند. این نفرت را می توان در بازارهای بورس نیز جستجو کرد. یعنی جایی که سرمایه از, از, کنار ضررهایی که روی کاغذ می کنند به سادگی می گذارند. هرچه باشد، ضرری که متوجه آن نشوی و اندازه ضرری که متوجهش هستی در داور نیست. بنابراین آنها به یک سهم وفادار می مانند. هرچند احتمال بازگشت سرمایه اندک و امکان افت بیش از پیش سهام زیاد باشد. یک بار مردی فوق ثروتمند را ملاقات کردم که از گم شدن یک اسکناس 100 دلاریش بسیار ناراحت بود. این یعنی دور ریختن احساسات. قبلا به او گفته بودم ارزش سرمایهش هر ثانیه حداقل 100 دلار نوسان می کند. خبره های امور مدیریتی در شرکت های بزرگ جسورتر و خطرپذیرترند. در واقعیت کارمندان سعی می کنند از ریسک دوری کنند. از دید آنها این پرهیز کاملا توجیح پذیر است. چرا باید در زمینه خطر کرد که در بهترین حالت برای آنها پاداشی متوسط به همراه دارد و در بدترین حالت منجر به از دست رفتن شغلشان می شود؟ جنبه منفی بسیار بزرگتر از جنبه مثبت به نظر می رسد. تقریبا در تمام شرکتها ها محافظ کاری در زندگی کاری هر گونه پیشرفت چشمگیری را از بین می برد. بنابراین اگر خطرناپذیری در بین همکارانت چند وقتی ذهنت را مشغول کرده جواب اینجاست. البته اگر برخی کارمندان ریسک های بزرگ می کنند معمولا به این خاطر است که می خود را پشت تصمیمات گروه مخفی کنند. در این باره می توانی در فصل 33 بیشتر بخوانی. این همان چیزی است که ما نمی توانیم با آن مبارزه کنیم. بدبختی ها از خوشبختی ها هم متعددتر و هم قدرتمندترند. ما نسبت به موارد منفی بیشتر حساسیم تا موارد مثبت. در خیابان هم چهره های مخفوف بیشتر از چهره های خندان به چشم می ما برخورد بد را بیشتر از برخورد خوب به خاطر می سپاریم. البته غیر از مواقعی که برخورد خوب از جانب خودمان باشد. سی و سه. چرا تیم ها تم بلند؟ کمکاری اجتماعی سال 1913 ماکسیمیلین رینگلمن مهندس فرانسوی عملکرد اسبها را مطالعه کرد او نتیجه گرفت قدرت دو حیوان که یک کالسکه را میکشند با دو برابر قدرت یک اسب برابر نیست رینگلمن شگفت زده از این نتیجه آن را به انسانها هم تعمین داد چند مرد باید تنابی را از دو سو می کشیدند؟ او نیروی به کار گرفته شده از هر طرف را اندازه گیری کرد به طور میانگین اگر دو نفر با هم تناب را بکشند هر کدام فقط 93 درصد از قدرت خود را به کار می گیرند. وقتی سه نفری با هم بکشند این عدد 85 درصد است و اگر 8 نفر بکشند فقط از 49 درصد قدرت خود بهره می گیرند. علم چنین چیزی را اثر کمکاری اجتماعی می نامند. این پدیده وقتی اتفاق می افتد که عملکرد فردی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست و با تلاش گروهی آمیخته می شود. کمکاری اجتماعی در میان قایقرانان نیز مشهود است اما نه در رقابت امدادی چون در آنجا مشارکت فردی مشخصند. کمکاری اجتماعی رفتاری منطقی است. چرا همه ی انرژی خودت را مصرف کنی وقتی نیمی از آن هم کفایت می کند؟ مخصوصاً زمانی این کوتاهی ها به چشم نمی آید. مخصوصا زمانی که این کوتاهی ها به چشم نمی آید. به بیان ساده تر کمکاری اجتماعی نوعی گول زدن است که در آن همه ما مقصریم حتی اگر ناخداگاه اتفاق افتاده باشد. در مورد اسب های رینگلمن هم چنین اتفاقی افتاده بود. وقتی مردم کاری را با هم انجام می عملکردهای فردی کاهش پیدا می کند. این شگفتآور نیست چون نیروی مصرف شده از طرف ما به رغم کاهش به طور کامل صفر نمی شود. پس چه چی چیزی ما نمی شود که کاملا استراحت کنیم و اجازه دهیم بقیه کار سخت را انجام بدهند؟ های آن عمل کرد در حد, حد صفر مورد توجه قرار خواهد گرفت و این مجازات های سنگینی را با خود به همراه دارد مثل اخراج از گروه یا متهم شدن تکامل باعث شد خیلی از حس های ما پیشرفت کند و به خوبی تنظیم شود از جمله اینکه چه مقدار بیکاری ما را به درد سر نخواهد انداخت اینکه چگونه آن را در دیگران تشخیص بدهیم کمکاری اجتماعی فقط در عملکرد فیزیکی ما اتفاق نمیافتد ما به لحاظ ذهنی هم کمکاری میکنیم برای مثال در جلسه ها هرچه تیم بزرگتر باشد مشارکت فردی ضعیفتر میشود اما به محض آنکه شرکت کنندگان به یک تعداد مشخص برسند عملکرد ما ثابت می شود. مهم نیست گروه شامل 20 نفر باشد یا 100 نفر. اینرسی بیشینه حاصل شده. یک سوال باقی می ماند. چه کسی این ایده تحسین شده را مطرح کرده که تیم بسیار بیشتر از افراد موفق می شاید ژاپنی ها. سی سال پیش آنها بازارهای جهانی را از محصولات خود پر کردند. اقتصاددانان حوزه تجارت به معجزه صنعتی آنها دقیقتر نگاه کردند و دیدند کارخانه های ژاپن به شکل تیمی سازماندهی می شدند. این مدل با موفقیت نسبی کپی شد آن طرحی را که در ژاپن خیلی خوب کار کرده نمی توان با آمریکایی ها و اروپایی ها تکرار کرد شاید چون کمکاری اجتماعی به ندرت در ژاپن اتفاق میافتد. در غرب تیم ها فقط و فقط در صورتی بهتر عمل می کنند که کوچکتر و متشکل از افراد مختلف و متخصص باشند. چنین چیزی منطقی به نظر می رسد چون در چنین گروه عملکردهای های فردی هر متخصص قابل ردیابی است. کمکاری اجتماعی پیامدهای جالبی دارد. در گروه ها ما نه تنها در مشاک... مشارکت بلکه حتی در حوزه جوابگویی هم تمایل به عقب نشینی داریم. هیچ کس نمی خواهد مسئولیت کارهای خلاف یا تصمیم های بد کل گروه را قبول کند. یک مثال چشمگیر محاکمه نازی ها در دادرسی های نورنبرگ است. و یک مثال کمتر جنجالی آن های مدیره یا های مدیریتی ما پشت تصمیم های تیمی پنهان می شبیم. عبارت فنی برای چنین چیزی انتشار مسئولیت است. به همین دلیل است که تیم ها به نسبت تک تک اعضا تمایل به پذیرش ریسک های بزرگتری دارند. افراد گروه استدلال می کنند که اگر کارها بد پیش برود، آنها تنها کسانی نیستند که سرزنش خواهند شد. این اثر، انتقال مخاطر آمیز نام دارد و به طور خاص برای شرکت ها و استراتژیست های صندوق بازنشستگی خطرناک است. جایی که پای میلیاردها پول در میان است یا در وزارت دفاع یعنی جایی که گروهها در مورد استفاده از سلاح های اتمی تصمیم می گیرند. در نتیجه مردم در گروه ها نسبت به وقتی که تنها هستند متفاوت رفتار می کنند. در غیر این صورت اصلا گروهی در کار نبود. با آشکار شدن عملکردهای فردی تا حد امکان می توان نقاط ضعف گروه ها را خفیف کرد. زنده باد شایسته سالاری، زنده باد جامعه عملکرد محور. سی و چهار گیج شدن با یک برگ کاغذ رشد تصاعدی یک برگه کاغذ از وسط تا زده می شود. دوباره از وسط تا زده می شود و دوباره و دوباره این کار تکرار می شود. بعد از پنجاه بار تا زدن چقدر زخمی می شود. قبل از اینکه به خواندن ادامه بدهی حدس خودت را بنویس. کار دوم از بین این دو گزینه یکی را انتخاب کن. الف در سی روز آینده من هر روز به تو هزار دلار می دهم. به در سی روز آینده من در روز اول یک سنت به تو میدهم در روز دوم دو سنت روز سوم چهار سنت روز چهارم هشت سنت و همینطور تا آخر بدون آن که زیاد به آن فکر کنی پاسخ بده الف یا به آماده ای؟ خب اگر فرض کنیم زخامت یک برگ کاغذ چاپ تقریبا یک صدم سانتیمتر باشد زخامت آن بعد از پنجاه بار تا زدن کمی کمتر از 96 میلیون کیلومتر خواهد شد. این عدد با فاصله بین زمین و خورشید برابری می کند. می توانی با یک ماشین حساب خیلی ساده از این حقیقت مطمئن شد. در مورد سوال دوم گرچه گزینه الف وسوسه انگیزتر به نظر می رسد به صرفه از گزینه ب را انتخاب کنید انتخاب الف در سی روز سی هزار دلار نصیبت خواهد کرد و با انتخاب ب بیش از پنجاه میلیون دلار به جیب خواهی زد ما رشد خطی را به صورت حسی درک می کنیم. با این حال هیچ درکی از رشد تصاعدی یا درصدی نداریم چرا این گونه است چون در گذشته به آن احتیاج نداشته ایم. اغلب تجربه های اجداد ما از نوع خطی بوده هر کس که دو برابر وقت صرف جمع کردن دانه ها می کرد درآمدش دو برابر بود. هر کس که به جای یک ماموت دو تا شکار می کرد دو برابر وقت برای غذا خوردن داشت. در عصر حجر مردم به ندرت به رشد تصاعدی بر می خوردند. امروز همه چیز متفاوت است. هر سال تعداد حوادث رانندگی 7 درصد افزایش آورد. سیاستمدار این موضوع را هشدار میداد رو راست باشی ما به صورت حسی درک نمی کنیم که معنای چنین چیزی چیست پس بیایید از یک حقوق استفاده و زمان دو برابر شدن را محاسبه کنیم. با عدد جادویی هفتاد شروع کن و آن را بر نرخ رشد بر حسب درصد تقسیم کن. در این مثال هفتاد تقسیم بر هفت مساوی ده سال. پس آنچه سیاست مدار می گوید این است. تعداد حوادث رانندگی هر ده سال دو برابر می شود. بسیار نگران کننده است. شاید بپرسی چرا عدد هفتاد؟ این به یک مفهوم ریاضی به نام لگاریتم مربوط می شود. یک مثال دیگر. نرخ تورم پنج درصد است. هر کسی این را بشنود فکر می کند خیلی بد نیست. به هر حال پنج درصد که رقم زیادی نیست. بیایید زمان دو برابر شدن را حساب کنیم. هفته تقسیم بر پنج چهارده سال. در چهارده سال ارزش یک دلار نصف آنچه امروز هست خواهد بود. فاجعی برای هر سرمایه دارد. فرض کن خبرنگار هستی و مطلع شده ای تعداد سکهای شماره شده در شهر هر سال ده درصد بیشتر می شود. برای مقالت چه عنوانی انتخاب می کنی؟ مطمئنا این نخواهد بود. تعداد سک ده درصد زیاد شده. کسی به این اهمیت نمیدهد. به جای آن اینطور اعلام کن. انبوهی از سکها. ها. هفت سال بعد سکهای خیابانی دو برابر می شود. هیچ چیزی که رشد تصاعدی دارد تا ابد رشد نمیکند بیشتر سیاستمداران اقتصاددانها و خبرنگاران این مسئله را فراموش میکنند این رشد سرانجام به یک سرحد میرسد چنین چیزی تضمین شده است برای مثال باکتری رودهای اسچری کولی هر 20 دقیقه تقسیم می شود. تنها در عرض چند روز میتواند کل کره زمین را بپوشاند. اما چون بیشتر از حد موجود اکسیژن و قند مصرف می کند، رشد آن یک نقطه نهایی دارد. ایرانیان باستان خیلی خوب می مردم در درک رشد درصدی مشکل دارند. یک داستان محلی کهن روزی خدمتکار زرنگی به شاه یک تخته شطرنج هدیه داد. شاه که تحت تاثیر هدیه قرار گرفته بود گفت بگو چطور از تو سپاسگزاری کنم. خدمتکار جواب داد علا حضرت من چیزی بیش از این نمیخواهم که این تخته را با دانه های برنج پر کنید. یک دانه برنج را روی مربع اول بگذارید و سپس در هر مربع بعدی دو برابر مربع پیش از آن برنج قرار دهید. شاه شیف زده شده بود. باعث افتخار است که تو خدمتکار عزیز من چنین درخواست فروتنانه ای دارید. اما خواسته او معادل چه مقدار برنج بود؟ پادشاه فکر میکرد حدود یک کیسه. نوکران او کار را شروع کردند. یک دانه در مربع اول، دو دانه در مربع دوم، چهار دانه در مربع سوم و همینطور تا آخر. شاه متوجه شد برای فراهم کردن این مقدار کل برنج های روی زمین هم کفایت نمی کند. وقتی پای نرخ رشد در میان است، به دریافت احساسی خود اعتماد نکن. بپذیر که درک درستی از آن نداری. آنچه واقعا به تو کمک می کند یک ماشین حساب است. و برای نرخ رشد های پایین عدد جادویی هفتاد. سی و اشتیاق خود را مهار کن. نفرین برنده تکزاس در دهه 1950 میلادی یک تکه زمین به حراج گذاشته می شود ده شرکت نفتی برای تصاحب آن رقابت می کنند هر کدام برای آن ارزشی تخمینی در نظر گرفتند کمترین تخمین 10 میلیون دلار و بیشترین آن 100 میلیون دلار است هر چه قیمت در مزایده بالاتر برود شرکت های بیشتری مزایده را ترک می کنند در نهایت یک شرکت بیشترین پیشنهاد را ارائه می دهد و برنده می شود. نفرین برنده اشاره می کند که برنده مزایده معمولا بازنده آن خواهد بود. تحلیلگران صنعت می گویند شرکت هایی که مرتب از مزایده های زمین های نفتی پیروز بیرون می آیند همیشه بیش از حد پول می پردازند و سالها بعد شکست می خورند که قابل درک است. اگر تخمین ها بین 10 تا 100 میلیون دلار تغییر کند، قیمت واقعی به احتمال زیاد جایی بین این قیمت هاست. بالاترین پیشنهاد در یک حراجی معمولا بیش از حد بالاست. مگر آنکه این پیشنهاد دهندگان اطلاعاتی حیاتی داشته باشند که بقیه از آن بیخبرند. در تگزاس چنین مسئله‌ای وجود نداشت. مدیران نفتی در حقیقت پیروزی پرهزینه ای را جشن می گرفتند. امروز این پدیده بر همه ما اثر می گذارد. از ایبی گروپان گرفته تا گوگل ادوردز قیمت ها مدام با مزایده تعیین می شوند. جنگ پیشنهاد قیمت برای امواج تلفن همراه شرکت‌های مخابراتی را تا مرز ورشکستگی پیش برده فرودگاه ها فضاهای تبلیغاتی خود را به بالاترین پیشنهاد اجاره می دهند. اگر والمارت برای معرفی یک شوینده جدید برنامه ریزی می کند و از پنج متقاضی نمایندگی یک قیمت ثابت می خواهد، این چیزی جز یک مزایده نیست. با خطر نفرین برنده. مزایده ها در زندگی روزمره به لطف اینترنت حالا به کاستبان هم رسیده است. وقتی دیوارهای من نیاز به رنگامیزی جدید داشت به جای اینکه دنبال ماهرترین نقاش بگردم آن را در اینترنت تبلیغ کردم سی نقاش که برخی از آنها بیش از 480 کیلومتر با من فاصله داشتند برای این کار رقابت کردند بهترین پیشنهاد آنقدر کم بود که از روی دلسوزی نتوانستم قبولش کنم تا نقاش بیچاره را از نفرین برنده محروم کرده باشم. قیمت پایی شرکت ها هم از نمونه های مزایده است. وقتی شرکت ها شرکت, وقتی شرکت‌ها شرکت های دیگری را می خرند، اتقام ها و تملک های نفرین برنده بیشتر به چشم می خورند. شگفت این که بر اساس مطالعه مکنزی بیش از نیمی از تملک ها با نابودی ارزش همراهند. پس چرا ما قربانی نفرین برنده می اول ارزش واقعی خیلی چیزها نامشخص است. به علاوه هر چه طرف های درگیر علاقه منتر باشند، احتمال دادن احتمال دادن پیشنهاد از روی هیجان بالاتر می دوم، ما می خواهیم را شکست دهیم. دوستم که صاحب کارخانه آنتن کوچک است، درباره جنگ پیشنهاد قیمتی که اپل در طول توسعه آیفون راه انداخته بود می گفت همه میخواهند تامین کننده رسمی اپل باشند با علم به اینکه هر کس این قرارداد را امضا کند احتمالا پولش را از دست خواهد داد پس برای 100 دلار چقدر حاضری هزینه کنی فکر کن تو و یک حریف برای شرکت در این حراجی دعوت شده اید. قوانین هر کس بالاترین پیشنهاد را بدهد اسکناس 100 دلاری را می گیرد. و مهمتر از همه وقتی چنین اتفاقی بیفتد هر دو نفر باید پیشنهاد آخر خود را بپردازند قیمت تا کجا بالا می رود؟ از نظر تو پرداخت 20 سی یا چهل دلار منطقی به نظر می رسد. برای رقیب تو هم همینطور است. حتی 99 دلار هم برای اسکناس 100 دلاری پیشنهادی منطقی به نظر می رسد. حالا رقیب تو 100 دلار پیشنهاد می دهد. اگر این بالاترین پیشنهاد باقی بماند او بدون سود یا زیان کارش را تمام کرد پرداخت 100 دلار برای 100 دلار در حالی که تو باید 99 دلار پول بدهی پس به پیشنهاد دادن ادامه می دهی. در پیشنهاد 110 دلار ضرر تضمین شده ی تو 10 دلار است اما حریفت باید 109 دلار بپردازد آخرین پیشنهاد او پس او به بازی ادامه می دهند. چه زمانی از بازی دست می کشی؟ چه زمانی رقیبت تسلیم می شود؟ این را با دوستانت امتحان کن. در نتیجه این عبارت حکیمانه راجع به حراجی را از وارن بافت بپذیر. به حراجی نرو. اگر مجبوری در صنعتی کار کنی که مزایده بخش جدایی ناپذیر آن است، یک قیمت بیشینه در نظر بگیر و 20 درصد از آن کم کن تا نفرین برنده را خونسا کنی. این عدد را روی یک تکه کاغذ بنویس و حتی یک سنت هم از آن بالاتر نرو. هنر شفاف اندیشیدن سی و شش. هیچ وقت از یک نویسنده نپرس رمانش شرح حال خودش است یا نه. خطای انتصاب ذاتی. روزنامه را که باز می کنی متوجه می شوی مدیراملی به خاطر نتایج بعد مجبور به کنار گیری شده. در بخش ورزشی میخوانی قهرمانی تیمت به لطف بازیکن الف یا مربی ب بوده در کتب تاریخی یاد میگیری موفقیت ارتش فرانسه در اوایل دهه 1800 میلادی تأییدی است بر استراتژی و رهبری فوق‌العاده ناپلئون. به نظر می‌رسد هر داستان یک چهره دارد. در واقع این قانونی محکم در هر اتاق خبری است. روزنامه نگاران و البته خوانندگان آنها که همیشه در پی زاویه دید مردم هستند این اصل را یک قدم جلوتر هم میبرند و قربانی انتصاب ذاتی شود. این پدیده تمایل قلوف کردن در مورد تاثیرگذاری افراد و دست کم گرفتن عوامل خارجی و موقعیتی را توصیف می کند. سال 1967 محققان دانشگاه دوک آزمایش زیر را انجام دادند. شرکت کنندگان مطلبی راجع به فیدل را می که او در آن یا بدنام شده بود یا ستایش. شرکت کنندگان مطلع شدند نویسنده مت نظراتش را دور از دیدگاه های سیاسی واقعیش بیان کرده است. او فقط یک بحث منطقی را مطرح کرده. با این حال بیشتر حاضران باور داشتند آنچه نویسنده گفته بازتابیست از نظر واقعی او. آنها به شکل نادرستی محتوای نسخ او را به شخصیتش نسبت دادند و عوامل خارجی را در این مورد خاص استادی که متن را هنرمندانه تهیه کرده نادیده گرفتند خطای انتصاب ذاتی به طور مشخص برای تراشیدن وقایع منفی و تبدیل آنها به بسته های تراتمیزتر مفید است به عنوان مثال ما با بیتوجهی در جنگ ها تقصیر را به گردن افراد می اندازیم. آدم کشی ها در سارایوو عامل محرک جنگ جهانی اول بود و هیتلر به تنهایی باعث جنگ جهانی دوم شد. خیلی ها این ساده انگاری ها را می پذیرن. با وجود اینکه جنگ ها وقایع غیر قابل پیش ممکن است هیچگاه دلایل بیشمار موثر بر را به طور کامل درک نکنی چنین مسئله کمی شبیه بازارهای مالی و مسائل هواشناسی است موافق نیستی وقتی شرکتها نتایج خوب یا بد خود را اعلام می کنند الگوی مشابهی را می بینی. همه نگاه ها به سمت دفتر مدیریت تغییر جهت می دهد. حتی اگر حقیقت را بدانی. موفقیت اقتصادی خیلی بیشتر به شرایط عمومی اقتصاد و جذابیت بازار بستگی دارد تا رهبری عالی. جالب است که شرکت هایی که در صنعت دچار مشکلند مدیران خود را به تناوب عوض می کنند. و چقدر به ندرت در بخش های در حال ترقی چنین اتفاقی می افتد. آیا صنایع مشکلدار در فرایند استخدام خود کمتر دقت می کنند؟ این چنین تصمیم هایی از اتفاقی که بین مربیان فوتبال و باشگاه هایشان می افتد خیلی منطقی تر نیستند. من معمولا به کنسرت های موسیقی می روم. در شهر محل زندگی من، لوکرن در مرکز سوئیس تکنوازی های کلاسیک مرا احاطه کرده اند. در طول زمان تنفس می بینم گفتگوها تقریبا همیشه حول رهبران ارکستر یا تکنواز ها می به جز در موارد برجسته جهانی به ندرت در مورد آهنگسازی بحثی در می گیرند. چرا؟ موجزه اصلی موسیقی به هر حال آهنگسازی است. خلق صداها، حالت ها و ریتم ها در جایی که قبلا فقط یک تکه کاغذ خالی قرار داشت. تفاوت بین قطعات مختلف هزار برابر شگفتآورتر است از تفاوت اجراهای مختلف یک قطعه مشترک. اما ما اینگونه فکر نمی کنیم. نوت برخلاف رهبران کنسرت ها و تکنواز ها بدون چهره است. در دوره رمان نویسیم خطای انتصاب ذاتی را به این صورت تجربه کردم. بعد از خواندن داستانهایم که خودش یک مسئله مورد بحث است، اولین سوال همیشه واقعا همیشه این است. چه بخشی از رمان شرح حال خودت است؟ معمولا میخواهم با عصبانیت پاسخ بدهم راجع به من نیست لعنتی، بحث راجع به کتاب است. متن آن، زبان آن، باورپذیر بودن داستان. اما متاسفانه تربیت من به ندرت اجازه چنین تقیان را می دهد. نباید در مورد آنهایی که در خطای انتصاب ذاتی مقصرند خیلی سخت قضاوت کنیم. تمایل ما به بودن در کنار بقیه مردم از گذشته تکاملی ما ناشی می شود. تعلق به یک گروه برای نجات ضروری بود. تولید مثل، دفاع و شکار حیوانهای بزرگ غیر ممکن بود که به دست افراد به صورت تکی محقق شود. تبعید شدن به معنای مرگ بود و آنها که خودشان زندگی تکی را انتخاب می کردن که بیشک چند نفر از اینو وجود داشتند. زندگی بهتری نداشتند و از چرخه زندگی ناپدید می شدن. به طور خلاصه زندگی ما به زندگی بقیه بستگی دارد و حول آن میچرخد و به همین خاطر امروزه این قدر به همتایان خود وابسته ایم. نتیجه شیفتگی آن است که 90 درصد وقت خود را صرف فکر کردن راجب مردم می کنی. و فقط ده درصد دیگر را به بررسی سایر عوامل و زمینه ها اختصاص می دهی. در نتیجه آنقدر که مجذوب صحنه تماشایی زندگی هستیم مردم روی صحنه بینقص و خود مختار نیستند در عوض آنها از موقعیتی به موقعیت دیگر جست و خیز می کنند. اگر میخواهی بازی کنونی را درک کنی واقعا درک کنی بازیگران را فراموش کن با دقت به رقص اثرهایی توجه کن که بازیگران بازیچه آن هستند سی و هفت چرا نباید به لک لک اعتقاد داشته باشی؟ علیت نادرست برای ساکنان هبرایت مجموعه جزیره در شمال اسکاتلند شپش های سر بخشی از زندگی بودند اگر آنها میزبانشان را ترک می کردن، آن فرد مریض می شد و تب می کرد بنابراین برای برطرف شدن تب مردم بی... بیمار عمدن شپش در سرشان میگذاشتند دیوانگی آنها حساب شده بود به محض آنکه شپشها دوباره در سرشان ساکن میشدند حال بیمار بهتر میشد در یکی از شهرها مطالعه نشان میداد در هر آتش سوزی هرچه آتش نشانان شدیدتر اعلام خطر کنند آسیب آتش سوزی بیشتر خواهد بود. شهردار این شهر بلافاصله فاصله دستور داد استخدام در آتش نشانی را متوقف کنند و بودجه آن را کم کرد. هر دو داستان از دو استاد فیزیک آلمانی هانس پیتر بک هولد و هانس هرمان دوبن نقل شده است. آنها در کتابشان که متاسفانه نسخه انگلیسی ندارد اشتباه گرفته شدن علت, علت و معلول را توضیح می دهند. اگر شپش ها فرد بیمار را ترک می کنند برای است که آن فرد دارد و پای شپش ها صرفا داغ شده وقتی تب برطرف شود آنها بر می گردند. و اینکه هر چه آتش سوزی شدیدتر باشد آتش نشانان شدیدتر اعلام خطر می کند. و البته نه برعکس آن ممکن است ما به این داستان ها بزنیم اما علیت نادرست هر روز ما را گمراه می کند. به این تیتر نگاه کن انگیزش کارمندان منجر به سود بالاتر شرکت می شود. واقعا این طور است؟ شاید افراد صرفا انگیزه بیشتری دارند چون شرکت حالا روز خوبی دارد. یک تیتر دیگر ادعا می کند هرچه تعداد خانم ها در هیئت مدیری شرکت ها بیشتر باشد سود شرکت بیشتر است. اما آیا واقعا این گونه است یا اینکه صرفا شرکت‌هایی با سوددهی بیشتر تمایل به استخدام تعداد بیشتری خانم برای هیئت مدیره خود دارند نویسندگان کتاب‌های تجاری یا مشاوران معمولا بر اساس همین علیت نادرست یا دست کم مبهم عمل می‌کنند در دهه 90 میلادی هیچ کس مقدستر از رئیس بانک مرکزی آمریکا آلن گرینسپن نبود. اظهارات مبهم او درباره سیاستهای پولی دانشی ناشناخته بود که کشور را در مسیر امن شکوفایی نگه می داشت. سیاستمداران، خبرنگاران و رهبران تجاری از گرینسپن بود ساختند. امروز می‌دانیم این مفسران قربانی علیت نادرست شدند. همزیستی آمریکا با چین تولید کننده کم جهانی و خریدار مشتاق بدهی های آمریکا نقشی به مراتب مهمتر بازی می به بیان دیگر گرینسپن خیلی خوششانس بود که اقتصاد در دوران او وضعیت خوبی داشت. یک مثال دیگر دانشمندان متوجه شدند حضور طولانی بیماران در بیمارستان بر آنها اثر منفی دارد. شنیدن این موضوع برای بیمه گذاران مثل شنیدن موسیقی گوش نواز بود. آنها البته از اینکه مدت حضور بیمار در بیمارستان کوتاه باشد خوشحال می شوند. اما واضح است بیمارانی که بلافاصله مرخص می سالمتر از کسانی هستند که برای درمان در بیمارستان باقی می مانند. بعید از چنین چیزی باعث شود حضور طولانی در بیمارستان خطرناک باشد. یا این عنوان را ببین حقیقت زنانی که هر روز از شامپوی الف استفاده می کنند موهای قوی تری دارند چنین مطلبی به لحاظ علمی قابل اثبات است اما این ادعا چیزهایی کمی به ما میگوید کم اهمیت ترین آنها بیان می کند این شامپو موهای تو را قوی تر می کند. خیلی ساده ممکن است حقیقت وارونه باشد. خانمهایی با موهای قوی به استفاده از شامپوی الف تمایل دارند. و شاید هم به خاطر این روی بسری شامپو نوشته شده مخصوص موهای زخی. تازگی خواندم اگر کتاب زیادی در خانه دانش آموز باشد آنها در مدرسه نمره های بهتری کسب می کنند. این مطالعه بیشک باعث دلگرمی کتاب فروش ها می شود. اما این یک مثال دیگر از علیت نادرست است. حقیقت ساده این است که والدین تحصیل کرده بیشتر از تحصیل نکرده ها تمایل دارند برای درس خواندن فرزندانشان ارزش قائل شوند. به علاوه والدین تحصیل کرده معمولا کتاب های بیشتری در خانه دارند. به طور خلاصه یک نسخه خاک خورده از کتاب جنگ و صلح به تنهایی نمیتواند بر نمره کسی تاثیر بگذارد. آنچه مهم است سطح تحصیلات والدین و همچنین ژن آنهاست. بهترین مثال برای علیت نادرست رابطه مورد تصور بین نرخ تولد انسان و تعداد جفت های در آلمان بود. هر دو در حال کاهش بودند. و اگر آنها را رو روی یک نمودار نشان میدادی دو خطی که رشد آنها را بین سالهای 1965 تا 1987 نشان میداد تقریبا مشابه بود چنین چیزی به این معناست که واقعا لک, لک, ها باعث تولید بچه ها می شوند؟ مشخص است که نه چون این یک همبستگی تصادفی خالص بود. در نتیجه همبستگی دلیلی بر علیت نیست. با دقت بیشتر به اتفاقهای مرتبط نگاه کن. بعضی وقتها آنچه علت معرفی می شود معلول از کار در می آید و برعکس. گاهی هم اصلا ارتباطی وجود ندارد. درست مثل داستان لکلک ها و بچه ها. سی و هشت هر کسی در اوج زیبا به نظر می رسد. اثر حاله ای. سیسکو شرکتی واقع در سیلیکون ولی زمانی عزیز دردانه اقتصاد مدرن بود. خبرنگاران اقتصادی به شکل مبالغ آمیزی راجع به موفقیت هایش در هر زمینه حرف می زدن. در خدمت به مشتری، استراتژی بی نخص، استخدام های ماهرانه، دارای فرهنگ شرکتی یگانه و یک مدیر کاریزماتیک. در ماه مارس 2000 این شرکت با ارزش ترین شرکت دنیا بود. وقتی دو سال بعد ارزش سهام سیسکو 80 درصد سقوط کرد، خبرنگاران لحن خود را تغییر دادند. ناگهان از مزیت‌های رقابتی شرکت به عنوان کمبوت مخرب یاد می ضعیف در خدمت به مشتری، استراتژی گیج کننده، استخدام های بیدقت، فرهنگ شرکتی ضعیف و یک مدیر بیروح همه اینها در حالی بود که نه استراتژی عوض شده بود نه مدیر چیزی که پس از در هم شکستن شرکت های دات کام تغییر کرده بود تقاضا برای محصول سیسکو بود و شرکت اصلا تقصیری نداشت اثر حالی وقتی اتفاق می که تنها یک جنبه ما را جذب می کنن. و چگونگی نگاه ما به تصویر کلی را تحت تاثیر قرار می دهند. در مورد سیسکو، حال واقعا به روشنی می درخشید. خبرنگاران از قیمت سهام آن شگفت زده بودند و بدون اینکه آن را دقیق تر بررسی کنند، گمان می اوضاع کسب و کارشان عالی است. اثر حالی همیشه به همین روش عمل می کنن. ما تمام جزئیات و حقایق در دسترس یا قابل توجه مثل شرایط مالی شرکت را در نظر می گیریم و از آن نتایجی می گیریم که چندان منطقی و مرتبط نیستند. مثل شایستگی مدیریت یا موجه بودن استراتژی شرکت. ما معمولاً موفقیت و برتری را به چیزهایی نسبت می دهیم که ارتباط کمی با آن دارند. مثل وقتی که از محصولات یک شرکت به خاطر سابقه خوبش طرفداری می کنی. یک مثال دیگر از اثر حاله ای. ما باور داریم مدیرانی که در یک صنعت موفقند در هر بخش دیگری هم کامیاب می شوند. و به علاوه آنها در زندگی خصوصی خود هم قهرمانند. ادوارد لی سورندایک روانشناس نزدیک به 100 سال پیش اثر حاله ای را کشف کرد. اینطور که یک ویژگی منفرد مانند زیبایی، موقعیت اجتماعی یا سن برداشتی مثبت یا منفی ایجاد می کند که تمام چیزهای دیگر را تحت شعا قرار می دهد. زیبایی بهترین مثال مطالعه شده است. پژوهش‌های فراوانی نشان دادند که ما به طور ناخودآگاه افراد خوش را دوست داشتنی، راستگو و باهوش در نظر می گیری. افراد جذابتر همچنین در زندگی حرفه‌ای خود راحت ترند. این اثر را در مدارس هم می توان پیدا کرد. جایی که معلم ها ناخودآگاه به دانش آموزانی که ظاهر بهتری دارند نمره های بیشتری می دهند. اثر حاله برای تبلیغات هم ابزار مناسبی شده است. فقط به تعداد افراد مشهوری که در تبلیغات تلویزیونی، بیل ها و مجله ها به ما لبخند میزنند نگاه کنید. اینکه چه چیزی راجر فدرر تنیس باز حرفه را کارشناس دستگاه قهوه ساز می کند جای بحث دارد. اما این چیزی که از موفقیت کمپین تبلیغاتی اما این چیزی از موفقیت کمپین تبلیغاتی کم نمی کند. ما آنقدر به دیدن افراد مشهوری که کالایی نامربوط را تبلیغ می کنند عادت کرده ایم که هیچگاه به این فکر نمی کنیم حمایت آنها چرا باید کمترین اهمیتی برای ما داشته باشد. اما این دقیقا بخش حیلگرانه اثر حاله است. این اثر در سطح ناخداگاه فعالیت می تنها چیزی که برای ورود نیاز دارد چهرهی جذاب، شیوه زندگی رویایی و در آخر خود محصول است. هنوز که بحث راجع به اثرات منفی است باید گفت اثر حاله ای می تواند در جایی که ملیت، جنسیت یا نژاد تبدیل به یک خصوصیت در برگیرنده می شود، منجر به بیعدالتی بزرگ یا حتی رفتاری متحجرانه شود. لازم نیست یک نفر حتما نجات پرست یا معتقد به تبعیض جنسیتی باشد تا قربانی بشود. اثر حاله ای دید ما را کور می کند. همانطور که دید خبرنگاران، معلمان و مصرف کنندگان را کور می کند. گاهی اوقات این اثر حداقل در کوتاه مدت پیامدهای دلپذیری هم دارد. آیا تا به حال در دام عشق افتاده ای؟ اگر اینطور است می دانی که یک انسان ممکن است تا چه حد بیعیب به نظر برسد. به نظر میرسد آقا یا خانم Bقص به نظر میرسد آقا یا خانم بی تو همه چیز تمام است جذاب، باهوش، دوست داشتنی و گرم حتی احتمالا وقتی دوستانت به نقاط ضعف آشکار او اشاره می چیزی جز خصلت های دوست داشتنیش را نمی بینی. اثر حالی جلوی دیدن خصوصیت های واقعی را می گیرد. برای خونسا کردن این اثر از ارزش ظاهری فراتر برو. از برجسته ترین ویژگی ها فاکتور بگیر. ارکسترها در کلاس جهانی با وادار کردن نامزدها به نواختن در پشت صحنه به ویژگی های حقیقی می رسند تا جنسیت، نژاد، سن و ظاهر در تصمیم گیری آنها نقش ایفا نکنند. سمیمانه به خبرنگاران اقتصادی توصیه می کنم شرکتها را با چیزی بجز ارقام در دسترس مربوط به دوره های سه ماه قضاوت کنند. بازار سهام همین حالا هم آنها را در اختیار میگذارد عمیقتر بررسی کن وقت خود را صرف تحقیق جدی کن آنچه در نهایت ظاهر می شود همیشه زیبا نیست اما تقریبا همیشه آموزنده است سی و نو. تبریک برنده رولت روسی شدی مسیرهای جایگزین با یک اولیگارش روسی در جنگلی خارج از شهر قرار ملاقات می‌گذاری و او همراه یک چمدان و یک اسلحه بلافاصله بعد از تو میرسد چمدان را رو روی کاپوت ماشینش میگذارد و آن را طوری باز می کند که ببینی پر از بسته های پول است. در مجموع ده میلیون دلار. میپرسد دوست داری رولت روسی بازی کنی؟ ماشه را فشار بده و تمام این پول ها مال توست. تپانچه فقط یک گدوله دارد. جای باقی فشنک ها خالی است. انتخاب هایت را بررسی می کنی. ده میلیون دلار می تواند زندگیت را تغییر بدهد. دیگر مجبور نیستی کار کنی. می توانی به جای تمر ماشین اسپورت جمع کنی. چالش را قبول می تپانچه را روی شقیقت میگذاری و ماشه را فشار می دهی. صدای تلق ضعیفی میشنوی و احساس می کنی تمام بدنت پر از آدرنالین شده. هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. جای گلوله خالی بود. نجات پیدا کرده ای. پول را بر می داری به زیباترین جایی که می شناسی می روی و با ساختن یک ویلای لوکس حال افراد بومی آنجا را می یکی از همسایگان که حالا منزلش نزدیک ویلای توست وکیلی برجسته است. 12 ساعت در روز و 300 روز در سال کار می کند. دستمزدش بالاست ولی نامتعارف نیست. ساعتی 500 دلار. هر سال جدا از خرج زندگی می تواند نیم میلیون دلار بدون مالیات کنار بگذارد. گاه و بیگاه جلوی ورودی ویلایت برایش دستکان می دهی و توی دلت میخندی. اما باید 20 سال کار کند تا به تو برسد. فرض کن پس از 20 سال همسایه سخت از 10 میلیون دلار پس انداز کرده باشد. یک روز خبرنگاری مطلبی راجع به ثروتمندترین ساکن منطقه می نویسد. و عکس از ساختمان های و همسران دوم و زیبای تو و همسایت بر می دارن. او در مورد طراحی داخلی و چشمانداز زیبا مطالبی می نویسد. اما تفاوت اصلی بین شما دو نفر پنهان می ماند. ریسکی که پشت هر یک از ده میلیون دلار مخفی شده. به این منظور او باید مسیرهای جایگزین را تشخیص بدهد. اما فقط خبرنگاران در این محالت تنبل نیستند. همه ما این گونه ای. مسیرهای جایگزین تمامی نتایجی هستند که به دست نیامدهاند در بازی رولت روسی چهار مسیر جایگزین همین نتیجه را میداد بردن ده میلیون دلار ولی پنجمین مسیر مرگ تو بود چه تفاوت شگرفی در مورد آن وکیل مسیرهای ممکن کاملا به هم نزدیکند در یک دهکده شاید می توانه ساعتی فقط دویست دلار دست بگیرد. یا با کار در بانک مطرح سرمایه گذاری در مرکز نیویورک ساعتی 600 دلار. اما برخلاف تو او روی مسیرهای جایگزینی که ممکن بود ثروت یا زندگیش را به باد بدهند ریسک نکرد مسیرهای جایگزین قابل رویت نیستند به همین دلیل خیلی کم در موردشان فکر میکنیم آنهایی که برای میلیونر شدن به اوراق قرضه حق خرید و فروش و قرارداد معاوضهای اعتباری فکر می کنن، هرگز نباید فراموش کنند با بسیاری از مسیرها سر و کار دارند که یک راست به نابودی منجر میشوند برای یک ذهن منطقی ده میلیون دلاری که از طریق ریسک عظیم به دست می آید کم ارزشتر از همان مقدار پول است که طی سالها با خرحمالی حاصل می شود. اگرچه حسابداران ممکن است مخالف باشند. اخیرا با دوست آمریکایی هم برای شام بیرون رفته بودم. او پیشنهاد داد سکه بیاندازیم تا معلوم شود چه کسی صورت حساب را پرداخت کند و باخت. شرایط برایم رضایت بخش نبود چون او در سوئیس مهمانم بود قول دادم دفعه بعد حتما من پرداخت کنم چه اینجا باشیم چه نیویورک لحظه ای فکر کرد و گفت با در نظر گرفتن مسیرهای جایگزین در واقع همین الان نصف پول این شام را داده ای. در نتیجه ریسک به طور کامل قابل رویت نیست بنابراین همواره مسیرهای جایگزین را در نظر بگیر. از نظر یک ذهن منطقی، موفقیتی که با معامله های ریسک پذیر به دست بیاید نسبت به موفقیتی که با شیوه ملال آور حاصل شود ارزش کمتری دارد. مثل کار شاق وکیل، دندانپزشک، مربی اسکی، خلبان، آرایشگر یا مشاور. از بیرون نگاه کردن به مسیرهای جایگزین کاری دشوار است. نگاه کردن به آن از داخل هم کاری تقریبا ناممکن است. مهم نیست معاملت چقدر ریسکی باشد. مغز تو تمام تلاشش را می کند تا متقاعدت کند که موفقیت تضمینی است. و غیر از مسیری که در آن هستی هر فکری درباره سایر مسیرها از تو پنهان می ماند. چهل پیشگویان قلابی توهم پیشبینی فیسبوک ظرف سه سال به سایت شماره یک در زمینه سرگرمی تبدیل می شود. تغییر رژیم در کره شمالی طی دو سال آینده. احتمال سقوط یورو. پروازهای فضایی کم هزینه تا سال 2025. نبود نفت خام ظرف 15 سال آینده. هر روز کارشناسان با پیش بینی هایشان ما را بمباران می کنند اما آنها چقدر قابل اعتمادند تا چند سال قبل کسی به خودش زحمت نمی داد این پیش بینی ها را بررسی کند تا اینکه فیلیپ تتلاک دست به کار شد او در یک دوره 10 ساله بیست و ه... 28361 پیش بینی را از 284 نفر که خود را متخصص می ارزیابی کرد. نتیجه متخصصان به لحاظ دقت فقط اندکی بهتر از کسی که به صورت تصادفی پیش بینی میکند عمل کرده بودند. و از بین آنها بدترین پیش بینی مربوط به نابودی و فروپاشی بود. برخی از این پیشگویان فروپاشی کانادا، نیجریه، چین، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی، بلژیک و اتحادیه اروپا را پیش بینی کرده بودند. در حالی که هیچ یک از این کشورها متلاشی نشدهاند. جان کنت گالبریس اقتصاددان دانشگاه هاروارد نوشته است دو کارشناس پیش بینی داریم. آنهایی که نمیدانند و آنهایی که نمیدانند که نمیدانند این اظهار نظر او را به چهره منفور در صنف خود تبدیل کرد پیتر لینچ که مدیر سرمایه گذاری است به شکل تنه آمیزتری جمعبندی می کند. آمریکا شست هزار اقتصاددان دارد. خیلی از آنها تمام وقت استخدام شدند تا رکودهای های اقتصادی و نرخ های سود را پیش بینی کنند. و اگر می توانستند دو بار پشت هم این کار را با موفقیت انجام بدهند تا حالا همهشان میلیونر شده بودند تا جایی که من میدانم اکثرشان کماکان مشغول به کارند و حقوق خوبی دریافت می کنند که البته این باید چیزهایی را به ما ثابت کنند. این مربوط به ده سال قبل است امروز آمریکا می تواند سه برابر آن زمان اقتصاددانان را اخت... استخدام کند بدون تاثیر یا با حداقل تاثیر بر کیفیت پیش بینی هایشان. مشکل اینجاست که کارشناسان از آزادی عملی که عواقب کمی برایشان به همراه دارد لذت میبرند. اگر شانس بیاورند از هیاهوی تبلیغاتی، پیشنهادهای مشاوره‌ای و قراردادهای انتشاراتی لذت میبرند. اگر هم کاملا اشتباه پیش بینی کرده باشند با هیچ جریمه مواجه نمی شوند چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ از دست رفتن وچه سناریوی بورد بورد عملا آنها را تحریک می کند تا جایی که می توانند مدام پیش بینی کنند در واقع هرچه بیشتر پیش بینی کنند تصادفا تعداد بیشتری از پیش بینی هایشان درست از آب در میآید. در حالت ایدئال آنها باید مبلغی معادل مثلا هزار دلار به ازای هر پیش بینی به صندوقی به نام صندوق پیش بینی بپردازند. اگر پیش بینی کارشناس درست باشد، پولش را با سود پس می گیرد. اگر هم پیش بینیش غلط باشد، پولش به مؤسسه خیریه می رسد. خب چه چیزی قابل پیش بینی است و چه چیزی پیش بینی نشدنی؟ بعضی چیزها واقعا ساده هست. برای مثال من تخمینی دارم از اینکه در طول سال چند کیلو به وزنم اضافه می شود. اما هرچه سیستم پیچیده تر و بازه زمانی وسیع تر باشد چشمانداز آینده مبهمتر خواهد شد. تقریبا نمی توان میزان افزایش دمای زمین قیمت نفت یا نرخ ارز را پیش بینی کرد. اختراعات هم اصلا قابل پیش بینی نیستند. چون اگر می دانستیم چه تکنولوژی در آینده قرار است اختراع کنیم تا الان اخرا... اختراعش کرده بودیم. بنابراین وقتی با یک پیش مواجه می نگاهتان انتقادی باشد. هر وقت به پیش یک نفر گوش می دهم عمدن نبخن می زنم. مهم هم نیست چقدر این کار ناراحت کننده باشد. سپس از خودم دو سؤال می کنم. اول کارشناس چه انگیزه ای داشته اگر حقوق بگیر باشد ممکن است شغلش را در صورت اشتباه بودن پیش بینیش از دست بدهد یا نه؟ یا اینکه کسی است که خود را استاد می داند و با کتاب ها و سخنرانی هایش امرار معاش می کند؟ نوع دوم پیش بینی کننده با توجه به رسان... نوع دوم پیش بینی کننده به توجه رسانه ها اتکا دارد. بنابراین به شکلی قابل پیشبینی، پیش بینی پیشگویی هایش هیجان انگیزند. دوم، نرخ موفقیتش چه میزان است؟ در طول پنج سال قبل چند بار پیش بینی کرده؟ از بین آنها چند تا درست بودند و چند تا غلط؟ این اطلاعات مهمند اما اغلب گزارش نمی شوند. به رسانه ها التماس می کنم لطفا دیگر بدون اعلام لطفا دیگر بدون اعلام پیشینه کارشناس هیچ پیشبینی را منتشر نکنید. در نهایت چون کاملا مناسب این بحث است نقل قولی از تونی بلر نخست وزیل سابق بریتانیا می آورم. من پیشبینی نمی کنم. هرگز نکردم و هرگز هم نخواهم کرد. هنر شفاف اندیشیدن چهل و یک فریب موارد خواست خطای همزمانی کریس سی و پنج ساله است او در رشته فرصفه اجتماعی تحصیل کرده و از زمانی که نوجوان بوده به کشورهای در حال توسعه علاقه داشته بعد از فارغ و تحصیلی دو سال برای صلیب سرخ در آفریقای غربی کار کرد و سپس سه سال هم در مقر آن در ژنو بود و در آن سازمان تا ریاست بخش کمک به آفریقا ارتقا پیدا کرد او سپس مدرک ام خود را گرفت و پایان اش را در مورد مسئولیت اجتماعی جمعی نوشت. کدام یک محتمل تر است؟ الف کریس در بانک بزرگی کار می کند یا به کیریس در بانک بزرگی کار می کند و آنجا ریاست سازمان جهان سوم بر عهده اوست. الف یا ب. بیشتر مردم ب را انتخاب می کنند. متاسفانه این جواب غلط است. طبق گزینه ب نه تنها کریس در یک بانک بزرگ کار می کند بلکه شرایط اضافی نیز در آن اعمال شده است. کارمندانی که به طور مشخص در سازمان جهان سوم یک بانک کار می کنند، زیر کوچکی از کارمندان بانک را تشکیل می دهند. پس گزینه علف محتمل تر است. وقتی یک زیر اینچنینی این چنینی بزرگتر از کل مجموعه جلوه می کند، خطای همزمانی اتفاق می افتد. در حالی که بر اساس تعریف چنین چیزی درست نیست. دانیل کانمن و آموس تورسکی برندگان جایزه نوبل مفصل به مطالعه این پدیده پرداختند. ما خیلی ساده در دام خطای همزمانی می افتیم. چون کشه چیزاتی به سمت داستانهای باور نکردنی و محتمل داری. هر هرچند کریس کارمند گروه های کمک به با آفریقا باورپذیرتر، موثرتر یا روشنتر تصویر شود، خطر استدلال غلط بیشتر می شود. اگر مسئله را به شکلی متفاوت بیان می کردم، جزئیات اضافی را بیش از حد ویژه در نظر می گرفتی. برای مثال، کریس سی ساله است. کدام یک محتمل است؟ الف، کریس در بانک کار می کند؟ یا ب، کریس در بانکی در نیویورک کار می کند و دفتر او در طبقه 24 روم و مشرف به پارک مرکزی است. یک مثال دیگر. کدام یک محتمل تر است؟ الف فرودگاه سیاتل تعطیل شده. پروازها لغو شده. ب فرودگاه سیاتل به خاطر بدی آب و هوا تعطیل شده. پروازها لغو شده. الف یا ب این بار درست جواب می دهید. گزینه الف محتمل تر است. چون در گزینه ب به طور ضمنی شرط اضافه بدی آب و هوا اعمال شده است در حالی که تهدید به بمبگذاری حادثه یا اعتصاب می توانست علت بسته شدن فرودگاه باشد با این حال وقتی با یک داستان محتمل مواجهیم چنین ملاحظاتی را در نظر نمی گیری. حالا که قضیه را میدانی آن را با دوستانت امتحان کن خواهی دید بیشترشان گزینه ب بی را انتخاب می کنند. حتی کارشناسان هم از خطای همزمانی در امان نیستند. در سال 1982 در یک کنفرانس بین المللی برای تحقیقات آینده کارشناسانی از فضای آکادمیک به دو گروه تقسیم شدند. دانیل کانمن به گروه الف این پیش بینی را برای سال 1983 ارائه کرد. مصرف نفت 30 درصد کاهش پیدا می کند. گروه به هم این جمله را شنید. افزایش چشمگیر قیمت نفت باعث کاهش سی درصدی مصرف آن خواهد شد. هر دو گروه باید می گفتند سناریوها از نظر آنها چقدر محتملند. نتایج مشخص بود. گروه ب نسبت به گروه الف در مورد پیشبینی مربوط به خود احساس قوی تری داشت. من بر این باور است که دو شیوه فکر کردن وجود دارد. نوع اول ذاتی، خودکار و مستقیم است. دومی، آگاهانه، اقلانی، آرام، پرزحمت و منطقی است. متاسفانه تفکر ذاتی خیلی قبلتر از تفکر آگاهانه نتیجه گیری می کند. برای مثال، من چنین چیزی را بعد از حملات 11 سپتامبر به مرکز تجارت جهانی تجربه کردم. میخواستم خودم را بیمه سفر کنم و به شرکتی برخوردم که بیمه پوشش تروریسم را هم ارائه میداد. گرچه سایر طرحها هم در مقابل تمام حوادث ممکن از جمله تروریسم از من محافظت میکردند. ناخداگاه این پیشنهاد را پذیرفتم. نکته اصلی چنین کار بیهوده ای این بود که من حاضر بودم برای این بند فریبنده و در عین حال زاید پول بیشتری هم بدهم. در نتیجه نیم کره چپ و راست مغز را فراموش کن. تفاوت بین تفکر ذاتی و تفکر آگاهانه به مراتب قابل ملاحظه تر است. در مورد تصمیم های مهم یادت باشد که سطح ذاتی ما در برخورد با داستانهای محتمل نقط ضعف داریم. بنابراین مراقب جزئیات راحت و پایانهای خوش باش. یادت باشد اگر یک شرط اضافی اعمال شد بدون اهمیت به اینکه چقدر محتمل به نظر می رسد احتمال آن اتفاق کمتر می شود نه بیشتر. چهل دو مهم نیست چه میگویی مهم این است که چگونه میگویی واجه بندی این دو جمله را در نظر بگیر هی hey, سطل آشغال پر شده عزیزم اگه بتونی سطل آشغال رو خالی کنی عالی میشه مهم نیست چه میگویی مهم این است که چگونه میگویی اگر یک پیام به روش متفاوت فرستاده شود به روش های متفاوت هم دریافت میشود در اصطلاح روانشناسی این تکنیک واجه نام دارد. ما به شرایط مشابه بسته به چگونگی ارائه آنها به شکل متفاوتی عکسالعمل نشان می دهیم. دانیل کانمن و آموس تورسکی در دهه 1980 میلادی مطالعه انجام دادند که در آن بر استراتژی مربوط به کنترل اپیدمی دو گزینه ارائه می کردن. آنها به شرکت کنندگان گفتند زندگی 600 نفر در خطر است. گزینه الف جان دویست نفر را نجات می دهد. گزینه ب شانس 33 درصدی برای نجات یافتن تمام 600 نفر و شانس 66 درصدی برای نجات هیچ کس را ارائه می کند. گرچه گذینه های الف و به قابل مقایسه اند. امید ریاضی هر دو نجات 200 نفر است. اکثریت شرکت کنندگان گزینه الف را انتخاب کردند که این ضرب المثل را به ذهن می آورد. سیلی نقد از حلوای نسیه بهتر است. وقتی ظاهر همان گزینه ها را تغییر دادند، مسئله واقعا جالب شد. گزینه الف 400 نفر را می کشند. گزینه ب 33 درصد شانس نمردن هیچ کس و 66 درصد شانس مردن همه 600 نفر را ارائه می این بار فقط بخش کوچکی از پاسخ دهندگان ده گزینه الف و اکثریت گزینه ب را انتخاب کردند. محققان شاهد یک چرخش کامل از سوی تقریبا تمام شرکت کنندگان بودند. بسته به جمله بندی نجات یا مرگ پاسخ دهندگان ده تصمیم های کاملا متفاوتی گرفتند. یک مثال دیگر محققان دو نوع گوشت در اختیار مردم گذاشتند 99 درصد بدون چربی و یک درصد چربی و از آنها پرسیدند کدام یک سالم تر است می توانی حدس بزنی کدام یک را انتخاب کردند درست هستدی. پاسخ دهندگان گوشت نوع اول را سالمتر دانستند هرچند گوشت ها مشابه بودند بار بعد انتخاب بین 98 درصد بدون چربی و 1 درصد چربی بود. دوباره بیشتر شرکت کنندگان با وجود مقدار چربی بیشتر گزینه اول را انتخاب کردند. تفسیر کردن نوع پرطرفداری از واجه است. تحت قوانین آن آشفتگی در قیمت سهام در حال اصلاح شدن نامیده می شود. قیمت بیش از حد یک ملک سرقفلی نامیده می شود. در هر دوره مدیریتی یک مشکل به شکل موجز آسایی به یک فرصت یا چالش تبدیل می شود. کسی که اخراج شده مشغول ارزیابی شغلش است. سرباز کشته شده بدون توجه به آنکه بعد شانسی یا حماقت چقدر در مرگش اثر داشته به قهرمان جنگی تبدیل می شود. نسل کشی، پاکسازی نژادی ترجمه می شود. فرود استراری موفق برای مثال روی رودخانه هاتسون به عنوان موفقیت در حوزه پرواز جشن گرفته می شود. آیا نباید یک فرود استاندارد روی باند پیروزی بزرگی تلقی شود؟ تا به حال به بروشور محصولات مالی مثلا ETF ها وجوه مبادله شده در بازار سهام با دقت نگاه کرده ای؟ عموما بروشور عملکرد محصول را در چند سال اخیر توضیح می دهد و فقط تا جایی عقب می رود که بهترین منحنی سعودی ممکن پدیدار شود. این هم یک جور واجه است. یک مثال دیگر. یک قطع نان را در نظر بگیرید. بسته به اینکه چطور قاب گرفته شده باشد به شکل بدن نمادین یا واقعی حضرت مسیح می تواند در مسائل دینی این شعاب ایجاد کند همانطور که در قرن 16 هم چنین اتفاقی با جنبش پروتستان ها رخ داد. از واجبندی در داد و ستت هم به وفور استفاده می شود. ماشین های دست دوم را در نظر بگیریم. تو را متقاعد می کنند که تنها بر چند عامل متمرکز شوی. حالا این پیام می از طریق فروشنده تابلوی با ویژگی های به خصوص یا میارهای خودت به تو منتقل شود. برای مثال اگر ماشین مسافت کمی را پیموده باشد و تایرهایش خوب باشد تو همین را هدف قرار می و از وضعیت موتور، ترمزها یا داخل ماشین قافل می شوی. بنابراین مسافت پیموده شده و تایرها به نقاط اصلی فروش و میار تصمیم ما برای خرید تبدیل می شود. اما این اشتباه صحبی طبیعی است. چون خیلی سخت است تمام نکات مثبت و منفی را در نظر بگیرید. جالب این که اگر برای بازارگرمی سایر ویژگی های مرتبط با ماشین در نظر گرفته میشدند، شدند، احتمالا تصمیم ما کاملا متفاوت می بود. نویسندگان هم در واجه بندی ماهرند. رومانی جنایی اگر از همان صفحه اول همانطور که جنایت اتفاق میافتد، قاتل را به صحنه چاقو کشی، قاتل را با صحنه چاقو کشی به خواننده معرفی کند خسته کننده از آب در می آید. ما سرانجام انگیزه و اسلحه های قاتل را کش می کنیم. اما واجبندی رمان نویس شور و تعلیق را به داستان تزریق می کند. در نتیجه، بدان هر آنچه بیان می کنی تا حدودی واجبندی دارد. چه حقیقتی که از یک دوست مورد اعتماد شنیدی، چه مطلبی که در روزنامه معتبری خواندی. تحت تاثیر واجه است. حتی همین فصل از کتاب. چهل و سه. چرا تماشا کردن و صبر کردن شکنجه است؟ خطای عمل در فوتبال هنگام ضربه زدن پنالتی توپ در کمتر از سه دهم ثانیه از بازیکنی که آن را شوت می کند به دروازه می رسد. دروازهبان به اندازه کافی زمان ندارد تا مسیر توپ را ببیند. او باید قبل از ضربه تصمیم بگیرد. بازیکنان فوتبال در یک سوم موارد ضربه را به وسط دروازه، یک سوم مواقع به سمت چپ و در یک سوم موارد به سمت راست میزنند. مطمئنا دروازبان ها این را فهمیدند. اما آنها چه می کنند؟ آنها به یکی از دو سمت چپ یا راست جهش می کنند. گرچه تقریبا یک سوم ضربه ها به وسط دروازه زده می شوند، دروازبان ها به ندرت در وسط دروازه باقی می مانند. چرا واقعا آنها گرفتن این پنالتی ها را به خطر می اندازند؟ جواب ساده است. ظاهر سازی. رفتن به سمت اشتباه تحسین برانگیزتر و کمتر شرماور به نظر می رسد تا اینکه در یک نقطه بیستی و تماشا کنی چطور توپ از مقابل تو عبور می کند. این پدیده خطای عمل نام دارد. فعال به نظر بیا حتی اگر به چیزی نرسی. این پژوهش به همت محققی به نام میشائیل بار الی انجام شد که صدها ضربه پنالتی را ارزیابی کرد. اما فقط دروازه‌بان‌ها نیستند که قربانی خطای عمل می‌شوند. تصور کن چند جوان از یک کلوپ شبانه خارج می شوند و شروع می کنند به جدل فریاد زدن بر سر همدیگر و حرکات دیوانه وار. شرایط در آستانه یک کتککاری تمام عیار است. معموران پلیس منطقه که بعضی از آنها جوان و برخی با تجربه ترند توقف می کنند و صحنه را از دور تماشا می کنند. و فقط وقتی اولین برخورد انجام شد دخالت می کنند. اگر معموران, اگر معموران با تجربه حضور نداشته باشند، این شرایط پایان متفاوتی خواهد داشت. معموران جوان و پرشور در برابر خطای عمل تسلیم می شوند و بلافاصله اقدام می کنند. پژوهشی نشان داده دخالت های دیر هنگام به لطف حضور معموران با تجربه تر صدمات کمتری در پی دارد. وقتی موقعیتی جدید یا منش... نام مشخص است، خطای عمل برجسته تر می شود. خیلی از سرمایه گذاران در شروع مثل همان پلیس‌های جوان و تازه کار در بیرون باشگاه شبانه عمل می کنن. آنها ناتوانیشان برای قضاوت در مورد بازار سهام را با حرکات بیش فعالانه جبران می کنن. البته چنین کاری هدر دادن وقت است. همانطور که چارلی مانگر روی کرد خودش را برای سرمایه گذاری این طور خلاصه کرد. ما چه چیزی داریم؟ انضباطی برای جلوگیری از آنکه وقتی نمی توانیم بیکار بیستیم مرتکب هر غلطی نشد. خطای عمل حتی در تحصیل کرده ترین جوامع هم وجود دارد. اگر بیماری یک مریض با اطمینان کامل تشخیص داده نشود و دکترها مجبور باشند بین مداخله کردن، تجویز یک درمان یا منتظر ماندن یکی را انتخاب کنند، تمایل دارند مداخله کنند. چنین تصمیم هایی هیچ ارتباطی با سودجویی ندارد. بلکه به تمایل انسان بستگی دارد که میخواهد در شرایط عدم قطعیت هر کاری بکند جز نشستن و صبر کردن پس چه چیز منجر به این تمایل می شود؟ در محیط های گذشته زمانی که ما با شکار کردن امرار معاش می کردیم و مناسب ما هم بود، عمل به اکسل عمل می چربید. های خیلی سریع برای نجات ضروری بودند. سبک سنگین کردن می توانست مرگ بار باشد. وقتی اجداد ما در جنگل سایی تیره می دیدند، چیزی که شبیه ببر با دندان خنجری بود، در مورد اینکه این, این سایه ممکن است چه باشد، لحظه ای هم در رنگ نمی کردن. آنها محل را ترک می کردند، آن هم خیلی سریع. ما نوادگان این واکنشگران سریع هستیم. در زمانها در آن زمان ها بهتر بود در آن شرایط فرار کنی. اما امروز دنیای ما متفاوت است و به عکس عمل پاداش می دهد. هر چند قرایز ممکن است خواست دیگری داشته باشند. حالا به تفکر به های بیشتری می دهیم. اما بی حرکتی کامل همچنان گناه بزرگی باقی مانده است. اگر با صبر کردن به نفع شرکت حکومت یا حتی انسانیت تصمیم کاملا درستی بگیری هیچ افتخار، مدال یا ای با نام تو روی آن نصیبت نخواهد شد. از سوی دیگر اگر از خودت قاطعیت و قضاوت سری نشان بدهی و شرایط بهتر بشود، حتی به صورت اتفاقی کاملا محتمل است که رئیس تو یا حتی شهردار دستت را بفشارد. جامعه در مقیاس بزرگ همچنان تصمیم های عجولانه را به استراتژی های منطقی که میگوید صبر کنیم ببینیم چه می شود ترجیح می دهد. در نتیجه در شرایط جدید یا متزلزل احساس ناچاری می کنیم که باید کاری کنیم. هر کاری. بعد از انجام این کار احساس بهتری داریم. حتی اگر با این عمل سریع یا بیش از حد حتی اگر با این عمل سریع یا بیش از حد اوضاع را بدتر کرده باشی پس وقتی شرایط نامشخص است عقب بیز تا اینکه تمام گذینه هایت را ارزیابی کنی هرچند ممکن است این کار با تحسین مواجه نشود تمام مشکلات بشر ریشه در ناتوانی او در آرام و تنها نشستن در یک اتاق دارد این را بلز پاسکال هنگام مطالعه در خانه اش نوشته است. چهل و چهار چرا تو یا راه حل هستی یا خود مشکل؟ خطایی از قلم انداختم. چهل و چهار چرا تو یا راه حل هستی یا خود مشکل؟ خطایی از قلم انداختم. فرض کن همواره دو کوهنورد دیگر روی یک یخچال طبیعی ایستادهاند نفر اول سر میخورد و در یک شکاف عمیق میافتد اگر تو درخواست کمک کنی ممکن است او زنده بماند اما این کار را نمی کنی و او می میرد. نفر دوم را خودت داوطلبانه توی یک دره حل می دهی. کمی بعد هم او می میرد. کدام مورد بیشتر روی وجدان تو سنگینی می کنند؟ با بررسی منطق منطقی گزینه ها مشخص از هر دو مورد به یک میزان قابل سرزنشند و هر دو منجر به مرگ همراهانت می شوند. اما یک چیز باعث می شود مورد اول یعنی مورد انفعالی کمتر از دیگری وحشتناک جلوه کند. به این احساس خطای از قلم انداختن می گوید. این موضوع زمانی اتفاق می افتد که فعل یا انفعال منجر به عواقب بی ای شود. در چنین مواردی ما انفعال را ترجیح می دهیم و نتایج آن برای ما آرام بخشتر است. فرض کن رئیس اداره فدرال دارویی هستی. باید درباره صدور مجوز دارویی برای بیماران صعب العلاج تصمیم بگیری. این قرص ها ممکن است عوارض جانبی کشنده ای داشته باشند. در 20 درصد موارد بیمار در جا می میرد. اما در 80 درصد این داروها در مدت کوتاهی جان بیمار را نجات می دهند. چه تصمیمی می گیدی؟ بیشتر افراد استفاده از دارو را تایید نمی کنند. برای آنها تایید استفاده از دارویی که باعث مرگ یک پنجم افراد می شود، نسبت به کمک نکردن به 80 درصد باقی مانده عمل ناشایستری به نظر می رسد. این یک تصمیم عجیب است و یک نمونه بسیار واضح خطایی از قلم انداختن. فرض کن از این خطا آگاهی داری و به خاطر دلایل موجود و انسان دوستی تصمیم می گیری این دارو را تجویز کنی. درود بر تو. اما وقتی اولین بیمار فوت کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طوفان رسانه ها به دنبال آن خواهد آمد و خیلی زود شغلت را از دست خواهی داد. به عنوان یک کارمند دولت یا یک سیاستمدار ممکن است لازم باشد خطای فراگیر از قلم انداختن را جدی بگیری یا حتی آن را در جامعه گسترش بدهی. قانون عرفی نشان می دهد این اعواج ذهنی چگونه در جامعه ما ریشه دوانده است. اوتانازی حتی اگر بر مبنای خواسته شخصی باشد پیگرد قانونی دارد اما دریق عمدی از ارائه خدمات پزشکی برای نجات افراد قانونی است. برای مثال، دستور DNR که اختیار احیانه کردن مریض را پس از ایست قلبی او به پزشکان می دهد. به دلیل همین طرز فکر است که والدین به رغم اینکه واکسیناسیون به وضوح خطر ابتلا به بیماری را کاهش می دهد، از واکسینه کردن فرزندان خود سر باز می زنند. البته احتمال اندک بیمار شدن بر اثر واکسن وجود دارد اما در مجموع واکسن زدن عملی است منطقی واکسیناسیون علاوه بر خود کوتک از جامعه نیز در برابر بیماری محافظت می کند. شخصی که خود از بیماری مسون است دیگران را نیز مبتلا نخواهد کرد. از نظر منطقی اگر کودکان واکسینه نشده به یکی از این بیماری ها مبتلا شوند، میتوان والدین آنها را به خاطر ضرر رساندن به کودکان خود متهم کرد. اما نکته دقیقا همینجاست: این فعال امدی، مثل اینکه والدین کودکان خود را واکسینه نکنند، نسبت به عملی با نتایج مشابه مثل اینکه والدین عمدن کودک خود را بیمار کنند تأثیر تاثیر خفیف تری دارد چنین توهماتی نیز از این خطا نشأت میگیرند ما به جای اینکه خودمان کمک کنیم، صبر می کنیم تا مردم به خود آسیب بزنند. سرمایه گذاران و خبرنگاران اقتصادی نسبت به بنگاه هایی که محصولات جدیدی تولید نمی کنند، در مقایسه با تولید کنندگان محصولات بیکیفیت سخت گیری کمتری دارند. هرچند نحوه عمل کرده هر دو گروه باعث نابودیشان می شود. در بورس، بسنده کردن به سهمهای های بیکیفیت به نظر بهتر از خرید دائمی سحم های بد به نظر بد می رسد. تعبیه نکردن فیلتر در یک نیروگاه زغالی به نظر بهتر از حذف یک فیلتر به دلایل مادی است. ضد حریق نکردن خانه به نظر پذیرفته تر از به آتش کشیدن آن است. بیتوجهی به هشدارهای مالیاتی به نظر اخلاقی تر از جعل اسناد برای پرداخت کمتر مالیات است. هرچند در هر دو صورت به دولت لطمه وارد می شود. در فصل قبل با خطای عمل آشنا شدی. آیا آن خطا نقطه مقابل خطای از قلم انداختن است؟ نه دقیقا. خطای عمل باعث می شود ما در تلاش برای جبران نبود شفافیت بسیار بکوشیم. ولی شفافیت وقتی وارد کار می شود که اوضاع گیج کننده، پیچیده یا متناقض باشد. از سوی دیگر، خطایی از قلم انداختن زمانی به وقوع می که اوضاع قابل فهم است. می توان با عمل مستقیم از یک اتفاق ناخوشایند در آینده جلوگیری کرد. اما بینش ما به اندازه کافی برای انجام آن کار تهیج ما نمی کند. شناسایی خطایی از قلم انداختن بسیار مشکل است. هرچه باشد. عمل بیشتر از انفعال جلب نظر می کند. در دهه 1960 برخی جنبش های دانشجویی یک شعار قدرتمند برای محکوم کردن آن ایجاد کرده بودند. اگر به حل مشکلی کمکی نمی کنید، خود مشکل هستید. چهل و پنج تقصیر من نبود. خطای خدمت به خود. تا به حال گزارش های سالیانه را خانده ای؟ گزارش هایی که توجه خاصی به نظرات مدیر عامل دارد؟ نه؟ حیف شد. چرا که در این صورت می توانستی نمونه های بیشماری از این خطا را که همه ما در یک بره از زندگی گرفتار آن می شویم مشاهده کنیم. مثلا وقتی یک شرکت سال فوقلاده ای را پشت سر گذاشته، مدیرامل نمونه های از مشارکت ضروری خود را در فعالیت ها نام می بره. تصمیم های استثنایی، تلاش خستگی ناپذیر و به کارگیری یک فرهنگ کاری پویا. اما وقتی شرکت سال نامید کننده ای را گذرانده، ما بیشتر درباره دیگر عوامل اثرگزار خواهیم خواند. بعد اقبالی در تغییر ارزش پول، مداخله دولتی، فعالیت های مخرب چینی ها، تعرفه های نامشخص، کاهش اعتماد مشتریان و غیره. به بیان مختصر، موفقیت را به خود نسبت می دهیم و شکست را به عوامل بیرونی. این همان خطای خدمت به خود است. حتی اگر تا به حال این عبارت را نشینده باشی هم قطعا از دوره دبیرستان با خطای خدمت به خود آشنا شده ای. وقتی نمره عالی می گرفتی تنها عامل آن خودت بودی. این نمره خوب نشان دهنده هوش، پشتکار و مهارت تو بود. اگر خراب می کردی چطور؟ آن موقع مشکل از امتحان بود. اما نمره ها دیگر برای تو اهمیتی ندارد. احتمالا جای آن را بازار بورس گرفته. در آنجا اگر سود بکنی خودت را تشویق می کنی. ولی اگر تراز مالی منفی شود، مشکل فقط و فقط از بازار است. ممکن است هر منظوری داشته باشی یا حتی از یک مشاور اقتصادی کم عقل هم ممکن است باشد. من هم بعضی وقتها کاملا تحت تاثیر خطای خدمت به خود هستم. اگر رمان جدید من خودش را مثل یک موشک به صدر جدول پرفروش ها برساند برای خودم دست میزنم. قطعا این بهترین کتابی است که نوشتم. اما اگر تحت شعاع دیگر کتاب های تازه قرار بگیرد به خاطر این بوده که خوانندگان قدر ادبیات را خوب نمیدانند و آن را نمیفهمند اگر منتقدان رمان را بکوبند صرفا از روی حسادت است. محققان برای بررسی این خطا یک ای آزمون شخصی از شناسی طراحی کردند و بعد به صورت تصادفی به شرکت کنندگان نمرات خوب و بد دادند. کسانی که نمره بالایی گرفته بودند این آزمون را معقول و منطقی ارزیابی کردند و کسانی که امتیاز پایینی داشتند میگفتند این امتحان کاملا بیارزش بوده ولی چرا ما موفقیت را به مهارتهای خود نسبت می دهیم و شکست را به عوامل دیگر نظریه های بسیاری در این باره وجود دارند ساده ترین توضیح احتمالا همین است حس خوبی به ما میدهد. به علاوه ضرر عمده هم ندارد. چرا که اگر داشت تکامل آن را در طول صدها هزار سال گذشته از میان می بود. اما آگاه باش. در دنیای جدید خطای خدمت به خود با ریسک های پنهانی که دارد می تواند سریعا منجر به فاجعه شود. ریچارد فولد که به خود رقب ارباب جهان را داده بود احتمالا همین خطا را می کرد. او مدیرعامل قدرتمند بنگاه سرمایه گذاری برادران لمن بود تا اینکه در سال 2008 ورشکست شد. اگر او هنوز خود را ارباب جهان صدا بزند و انفعال دولت را مسبب تعطیلی بانک خود بداند برای من تعجبی ندارد دانش آموزان در آزمون ورودی دانشگاه ها می توانند امتیازی بین 200 تا 800 کسب کنند. وقتی یک سال بعد درباره نتایج این آزمون ها از آنها سوال شد، امتیازشان را حدود 50 تا بیشتر گزارش می دادن. جالب اینجاست که نه دروغ می گفتن، نه اغراق می کردن. بلکه صرفا کمی نتایج خود را بهبود می دادن. تا اینکه کم کم خودشان هم باورشان شده بود این امتیاز جدید آنهاست در ساختمانی که من زندگی می کنم پنج دانشجو در یک آپارتمان ساکنند هر از چندی آنها را در آسانسور می بینم و یک بار تصمیم گرفتم جداگانه از آنها بپرسم هر کدام هر چند وقت یک بار زباله ها را بیرون می برد. یکی گفت از هر دو نوبت یک دفعه. یکی دیگر گفت از هر سه بار یک دفعه نفر سوم که داشت به خاطر پاره شدن کیسه زبالش فحش میداد فکر میکرد تقریبا تمام دفعات او زباله را بیرون میبرد مثلا 90 درصد موارد مجموع جواب این دانشجوها باید 100 درصد میشد ولی آنها به رقم شگفتانگیز 320 درصد دست یافتند هر پنج تای آنها نقش خود را بیش از مقدار واقعی تخمین می زدند. آنها هیچ تفاوتی با اغلب ما ندارند. در بین زن و شوهرها نیز چنین اتفاقی می افتند. نشان داده شده که هم مردان و هم زنان نقش خود را در سلامت زندگی زناشویی بیش از حد تقلیب می زند. هر کدام تصور می کند نقشش بیش از پنجاه درصد است. پس چگونه می توان از خطای خدمت به خود در امان بود؟ آیا دوستانی داری که به تو حقیقت را بدون هیچ کم و کاستی بگویند؟ اگر چنین است بسیار خوششانسی. اگر نه حداقل یک دشمن داری. خوب است. او را به یک قهوه دعوت کن و نظر صادقانش را درباره نقاط ضعف و قدرت خود بپرس. مطمئن باش همیشه از این کارت به نیکی یاد خواهی کرد. هنر شفاف اندیشیدن چهل و شش مراقب باش چه آرزویی می کنی تردمیل خوشبختی فرض کن روزی تلفن زنگ می زند. صدایی پر به تو میگوید برنده جایزه بزرگ ده میلیون دلاری بخت آزمایی شده ای. چه احساسی خواهی داشت؟ و این احساس چقدر دوام خواهد آورد؟ سناریوی دیگر تلفن زنگ میزند و متوجه میشوی بهترین دوستت از دنیا رفته. دوباره چه احساسی خواهی داشت؟ و برای چه مدت؟ در فصل چهل دقت معیوز کننده پیشبینی ها را برای مثال در زمینه های سیاسی، اقتصادی و رویدادهای اجتماعی ارزیابی کردیم. نتیجه گرفتیم کسانی که خود را متخصص میپندارند بیش از اینکه به طور تصادفی پیش بینی کنند به درد دیگری نمیخورند. بنابراین بیاییم سمت موضوع جدید. چگونه میتوانیم احساساتمان را پیش بینی کنیم؟ آیا در مورد خودمان تخصص داریم؟ آیا برنده شدن در بخت آزمایی ما را سالها به شادترین انسان زنده تبدیل می کند؟ دن گیلبرت، روانشناس دانشگاه هاروارد، نظرش منفی است. او در مورد برندگان بخت آزمایی پژوهشی انجام داد و متوجه شد اثر شادی آنها بعد از چند ماه فروکش می کند. بنابراین فرد چند وقت پس از دریافت چکی با مبلغ کلان مانند گذشته راضی یا ناراضی خواهد بود او این موضوع را پیش بینی احساسی مینامد ناتوانی ما در پیش بینی صحیح احساسات خودمان یکی از دوستانم از مدیران بانکی که درآمد بالایش باعث شده بود پول در جیبش بند نشود تصمیم گرفت برای خودش خانه‌ای در خارج از شهر بسازد رویایش با ویلایی ده اتاقه استخر شنا و چشمندازی رشک انگیز از رودخانه و ها به واقعیت تبدیل شد. در چند هفته اول با خوشحالی لبخند می زن. اما خیلی زود این شادی از بین رفت و او بعد از شش ماه از همیشه ناراحت تر بود. چه اتفاقی رخ داد؟ همانطور که می دانیم از شادی بعد از چند ماه ناپدید می شود. دیگر ویلا رویای او نبود. از سر کار به خانه می آمدم. در را باز می کردم. هیچ. نسبت به ویلا مثل آپارتمان تک اتاقه دوران دانشجویم بی تفاوت بودم. بدتر این که تفلک روزی دو بار باید از مسیر یک ساعته بگذرد. شاید قابل تحمل به نظر برسد اما مطالعات نشان می دهند تردد با ماشین نارضایتی و استرس زیاد ایجاد می کنن. و مردم به ندرت به آن عادت می کنند. به عبارت دیگر هر کسی که علاقه مادرزادی به تردد نداشته باشد هر روز عذاب می کشد. آن هم روزی دو بار. به هر حال نکته اخلاقی این داستان اثر منفی بود که این ویلای رویایی بر خوشحالی دوست من گذاشت. دیگران هم موفقتر نیستند. افرادی که در شغلشان تغییر یا پیشرفتی می کنند از نظر میزان خوشحالی بعد از حدود سه ماه دوباره به همان حالت اولیه برمی گردند. علم این اثر را ترتمیل خوشبختی می نامند. ما سخت تلاش می پیشرفت می کنیم و میتوانیم چیزهای بیشتر و بهتری را بخریم. ولی این موارد در حال حاضر ما را خوشحالتر نمی کنند. پس اتفاقات منفی چگونه بر ما اثر میگذارند مثلا آسیب دیدگی از ناحیه نخا یا از دست دادن یک دوست در اینجا هم ما مدت و شدت احساسات آیندهمان را بیش از حد تخمین میزنیم برای مثال زمانی که یک رابطه عشقی به پایان میرسد احساس میشود زندگی دیگر به روال عادی باز نمیگردد زوج پریشان کاملا متقاعد شدند هرگز شادی را تجربه نخواهند کرد. اما بعد از چند ماه قرار ملاقات های جدید را از سر می گیرند. خوب نبود اگر میدانستیم ماشین، شغل یا رابطه عشقی جدید دقیقا چقدر خوشحالمان می کند؟ خب بخشی از آن عملی است. این توصیه ها را که از نظر علمی نیست تایید شده به کار ببر تا تصمیمات بهتر و هوشمندانه تری بگیری. یک از چیزهای منفی که نمی توانی به آنها عادت کنی اجتناب کن. مثل تردد بین خانه و محل کار، سر و صدا یا استرس مزمن. دو از چیزهای مادی مثل ماشین، خانه، برنده شدن در لاتاری، پاداش ها و جوایز انتظار شادی کوتاه مدت داشته باش. 3. تا حد ممکن وقت آزاد و مستقل برای خودت در نظر بگیر. چون آثار مثبت طولانی مدت معمولا از آنچه پیوسته انجامش می نشأت نشعت میگیرند. علایقت رو دنبال کن، حتی اگر مجبور باشی بخشی از درآمدت را صرفشان کنی. روی دوستی ها سرمایه گذاری کن، برای اکثر مردم داشتن موقعیت اجتماعی، حرفه شادی طولانی مدتی را به ارمغان می آورد. برای اکثر مردم داشتن موقعیت اجتماعی حرفه‌ای شادی طولانی مدتی را به ارمغان می آورد. به شرطی که در همان زمان به دنبال تغییر تراز اطرافیان خود نباشند. به عبارت دیگر، اگر به پست مدیراملی ارتقا پیدا کنی و فقط با سایر مدیران و هم رتبه هایت می شوی، اثر ناشی از شادی مدیر شدنت به زودی از بین می روید. چهل و هفت از موجودیت خودت شگفت زده نشو. خطای خودگزینی خودیاوری. وقتی در حال سفر از فیلادلفیا به نیویورک بودم در ترافیک سنگینی گرفتار شدم. با خودم می زدم چرا همیشه من؟ به طرف دیگر جاده خیره شده بودم و رانندگانی را می دیدم که با سرعت حسادت برانگیزی بدون اینکه به چیزی اهمیت بدهند به سمت جنوب می راندن. یک ساعت بعد هم با سرعت حلزون به جلو می رفتم و از گاز و ترمزهای های پشت سر هم کلافه شده بودم. از خودم پرسیدم آیا واقعا بدشانسم؟ هم؟ آیا همیشه شلوغترین صفح بانک اداره پست و بقالی را انتخاب می کنم؟ یا فقط خودم فکر می کنم اینطور است. فرض کن در این بزرگ راه در ده درصد مواقع ترافیک سنگین است. احتمال اینکه من در یک روز به خصوص گرفتار ترافیک شوم از احتمال وقوع ترافیک بیشتر نیست. اما احتمال اینکه من در یک نقطه از سفر ذهنم درگیر شود بیش از ده درصد است. دلیل آن این است. از آنجا که من تنها می توانم در ترافیک به آرامی به جلو حرکت کنم، زمان نامتناسبی را در این حالت می گذرانم. به علاوه، اگر جریان رفت آمد سریع باشد، این فکر هیچگاه به ذهن من خطور نخواهد کرد. اما وقتی خطور می کند و من در ترافیک هستم، متوجهش می شوم این قضیه در مورد صفح باجه های بانک و چرا قرمز نیز مصداق دارد. فرض کن در مسیر بین دو نقطه الف و به ده تا چراغ قرمز وجود دارد. به طور متوسط یکی از این ده تا قرمز و نه باقیمانده باقی مانده سبزن. اما این امکان وجود دارد که تو بیش از ده درصد زمان رانندگی خود را پشت چراغ قرمز بگذرانی. اگر این به نظرت درست نیست، فرض کن داری با سرعتی تقریبا برابر سرعت نور سفر می کنی. در این حالت تو 99 ممیز 99 صدومه درصد و نه 10 درصد زمان سفر خودت رو پشت چراغ قرمز مشغول فوش دادن. وقتی ما از وقت بد خود ناراضی هستیم باید به خطای موسوم به خودگزینی نیز توجه کنی برخی از دوستان پسر من از اینکه دختران کمی در گروههای دوستیشان هستند گله میکنند و دوستان دختر من هم از کم بودن پسرها در جمع دوستانشان گلایه مندند این هیچ ارتباطی با بدشانسی ندارد این قرقروها تنها بخشی از جامعه را تشکیل میدهند احتمال اینکه یک مرد در یک جامعه مردانه کار کند بسیار زیاد است دقیقا همین موضوع برای زنان نیست صادق است از نظر جنسیتی اگر در کشوری زندگی می کنی که نسبت جمعیتی مردان یا زنان بیش از دیگری است به ترتیب مثل چین یا روسیه احتمالش زیاد است که قسمتی از جامعه بزرگتر باشی و در نتیجه احساس بد اقبالی کنی. در انتخابات احتمال آن زیاد است که به نفع بزرگترین حزب رأی بدهی. در رأی دادن محتمل است کسی که به آن رأی می دهی عضوی از, از اکثریت پیروز باشد. خطای خودگزینی بسیار فراگیر است. فروشندگان گاهی به این شکل اسیر این خطا می شوند. برای بررسی اینکه مشتری ها چه ارزشی برای خبرنامه آنها قائلند، یک فرم سوال طراحی می کنند. متاسفانه این برگه تنها به دست یک گروه می رسد. مشترکان کنونی که احتمالا کاملا هم راضیند آن فرم را پر می کنند و می گویند هنوز از اشتراک خود راضیاند دیگران هیچ تأثیری در این جامعه آماری نخواهند داشت و نتیجه این است که نظرسنجی کاملاً بیارزش است چند وقت قبل یکی از دوستان احساساتی من می گفت وجود او بله وجود داشتن او چیزی مثل معجزه است یک قربانی کلاسیک خطای جایگزینی تنها کسانی که هنوز زنده اند می توانند چنین مشاهداتی داشته باشند. عموما افرادی که زنده نیستند زمان زیادی را صرف بررسی عدم موجودیت خود نمی کنند. دقیقا همین توهم پایه اصلی بسیاری از کتاب های فلسفی را شکل می دهد که هر ساله با شگفتی به موضوع توسعه زبان میپردازند. من تا حدی این شگفت زدگی را درک می کنم. اما می شود گفت چندان توجیح پذیر نیست. اگر زبان وجود نداشت، فلاسفه نمی توانستند حرف خود را بیان کنند. در واقع، دیگر اصلا هیچ فیلسوفی وجود خارجی نداشت. موجزه زبان تنها در محیطی که در آن وجود دارد لمس شده نیست. این تحقیق به خصوص درباره موجودیت تلفن نیز نتایج جالبی داشت. شرکتی میخواست بداند به طور متوسط در هر خانه چند خط تلفن ثابت یا همراه وجود دارد. مسئولان شرکت از نتایج نهایی شگفت زده شدند. حتی یک خانواده هم اعلام نکرد تلفن ندارد. عجب شاهکاری. چهل و چرا تجربه میتواند قضاوت ما را نابود کند؟ انحراف ارتباطی کوین تا کنون در سه نوبت نتایج حوزه کاریش را به هیئت مدیر ارائه داده. هر دفعه همه چیز عالی پیش رفته و هر بار شورت سبز خالدار پاچدارش را پوشیده است. او رسما فکر می کند این شورت برایش شانس می آورند. دختری که در جواهر فروشی کار می کرد به قدری جذاب بود که کوین نتوانست حلقه ده هزار دلاری را که نشانش داد نخرد. این رقم به مراتب بیشتر از, بیشتر از بوجه کوین بود به خصوص برای ازدواج دوم. اما به هر دلیلی او حلقه را با آن دختر ارتباط داد و تصور کرد همسر آیندهش هم همینقدر محشر خواهد شد. کوین هر سال برای معاینه پیش دکتر می رود. معمولا به او گفته می شود به عنوان یک مرد چهل و چهار ساله شرایطش کاملا خوب است. فقط دو بار مطب را با اخباری نگران کننده ترک کرده. یک بار آپاندیسش مشکل داشت که به سرعت برداشت. دفعه دیگر مشکل پروستات متورم بود که با بررسی های بیشتر معلوم شد التحابی ساده است نه سرطان. البته در هر دو مورد کوین کلینیک را با عصبانیت شدید ترک کرد و صرفا هر دو روز هوا بسیار گرم بود. از آن زمان تا کنون همیشه در روزهای خیلی گرم احساس خوبی نداشته. اگر روزی که قرار معاینه دارد دمای هوا بالا برود، بلافاصله وقت دکترش را لغو می مغز ما ماشین ارتباط دهنده است. این امر کاملا تجربی است. اگر یک میوه ناشناخته بخوریم و بلافاصله مریض شویم، در آینده سمتش نمی رویم و به آن گیاه انگ سمی یا حداقل بدمزه بودن می زنیم. دانش به همین ترتیب به وجود آمده است. اما این روش اطلاعات غلط هم ایجاد می کند. ایوان پاولوف دانشمند روسی اولین کسی بود که در مورد این پدیده تحقیق کرد. هدف اصلی او اندازگیری بزاق سکها بود. او برای غذا دادن به سکها از یک زنگ استفاده کرد. اما خیلی زود متوجه شد صدای زنگ برای ترشوه بزاق سکه ها کافی است. مغز حیوانات دو چیز بی را به هم مرتبط می کرد. صدای زنگ و ترشوه بزاق. روش پاولوف برای انسان ها هم به خوبی مصداق کرد. تبلیغات بعضی محصول تبلیغات بین محصولات و احساسات ارتباط برقرار می کنند. به همین دلیل هیچ وقت در تبلیغات کوکاکولا، یک چهره اخمو یا بدن پرچین و چروک نمیبینید. افرادی که در تبلیغات کوکاکولا حضور دارند جوان، زیبا و بسیار بامزدند و در فضایی ظاهر می شوند که در دنیای واقعی دیده نمی شود. این ارتباطات، این ارتباطات غلط کار انحراف ارتباط است که بر کیفیت تصمیم های ما هم اثر می برای مثال، ما اغلب کسانی را که برایمان خبر بد میآورند سرزنش می کنید. چون ناخودآگاه آنها را به محتوای خبر ربط می دهیم. به این پدیده سندروم کشتن پیغامرسان هم گفته می شود. بعضی مواقع مدیران عامل و سرمایه گذاران ناگاهانه نا از این پیام آوران فاصله می گیرند. یعنی تنها اخبار مثبت به رده های بالا می رسد. و در نتیجه فضایی تحریف شده از وضعیت واقعی ایجاد می شود. اگر گروهی از افراد را مدیریت می کنی و نمی خواهی قربانی ارتباطات غلط شوی، از عواملت بخواه فقط اخبار بد را به تو برسانند. آن هم سریع. با این روش، سندروم کشتن خبرستان را جبران کرده ای و باور کن کما کن خبرهای مثبت هم خواهی شنید. در گذشته، قبل از ایمیل و معامله تلفنی فروشندگان دورگرد برای فروش کالاهایشان از خانه به خانه دیگر می رفتن. یک روز جورج فاستر که فروشنده خاص بود در مقابل دری ایستاد. معلوم بود کسی در خانه نیست و او نمی دانست هفته هاست که آنجا به خاطر یک نشتی کوچک پر از گاز است. زنگ کم خراب بود و وقتی فشارش داد جرقه زد و خانه منفجر شد. کار جورج بیچاره به بیمارستان کشید ولی خوشبختانه به سرعت سر پا شد. متاسفانه ترس او از زنگ زدن به قدری قوی شد که سالها نتوانست به شغلش برگردد. او میدانست تکرار چنین اتفاقی چقدر غیر محتمل است ولی هر چقدر تلاش کرد نتوانست این ارتباط احساسی غلط را از بین ببرد. تمام آن چیزی را که باید از این مطلب میآموختی مارک تواین به خوبی در این عبارت آورده است باید حواستمان باشد از یک تجربه تنها چیزهایی را که اقلانیاند به خاطر بسپاری و در همین جا متوقف شوی مبادا مانند گربهای بشویم که روی در یک قابلمه داغ مینشینند. او دیگر روی در قابلمه داغ نخواهد نشست و علاوه بر آن دیگر روی در قابلمه سرد هم نمی نشینه. وقتی همه چیز خیلی خوب شروع شده باشد نگران باش. شانس مبتدی در فصل قبل در خصوص انحراف ارتباطی نکاتی یاد گرفتی. تمایل به دیدن ارتباطهایی که اصلا وجود ندارند. برای مثال، آن شورت های خالخالی پاچدار کوین هیچ تضمینی برای کسب موفقیت نیستند. صرف نظر از ارائه های بسیار خوبی که او با پوشیدنشان تجربه کرده بود. حالا به شاخه پیشیده از انحراف ارتباطی می رسی. ایجاد یک ارتباط نادرست با گذشته. قماربازان کازینو این را خوب می و اسمش را شانس مبتدی گذاشتند. کسانی که تازه واردند و در دوره های اول می بازند، معمولا اینقدر باهوشند که کاملا کنار بکشند. اما کسی که در ابتدا شانس می آورد تمایل دارد ادامه بدهد. این افراد آماتور که متقاعد مهارت مهارتهایشان بالاتر از حد متوسط است پول شرطبندی را بالاتر میبرند. اما خیلی زود و وقتی احتمالات نرمال شد کاملا هوشیار می شوند و به خودشان میآیند. شانس مبتدی در اقتصاد هم نقش دارد. مثلا شرکت الف شرکت های کوچکتر ب، جیم و دال را یکی پس از دیگری می خرد. این خریدها با موفقیت همراه می شود و مدیران به این باور می رسند که در خرید مهارت واقعی دارند. با بالا رفتن اعتماد به نفسشان شرکت بزرگتری را هم می خرد. در حالی که ادغام این شرکتها، فاجعه به بار می آورد. مدیریت شرکت های ادغام شده کار بسیار سختی است و نمی توان هم افزایی برآورده شده را تشخیص داد. اگر بخواهیم بیطرفانه قضاوت کنیم باید بگوییم این اتفاق قابل پیش بینی بود چون در خریدهای قبلی همه چیز انگار با دستی جادویی سر جای خودش قرار داشت بنابراین شانس مبتدی کورشان کرده بود بازار بورس هم دقیقا همینطور است. خیلی از سرمایه گذاران تحت تاثیر موفقیت های اولیه تمام پسنداز زندگیشان را در اواخر دهه نود روی سهام های اینترنتی سرمایه گذاری کردند. بعضیها حتی قرض گرفتند تا از این فرصت سود ببرند. اما این سرمایه گذاران یک نکته جزئی را در نظر نگرفتند. سود شگفتآور آنها در گذشته هیچ ارتباطی با توانایی هایشان در انتخاب سهام نداشته است. صرفاً بازار سیری کاملا سعودی داشته. حتی ترین سرمایه گذاران هم سود زیادی بردند. ولی در نهایت بازار رو به افول گذاشت. خیلی ها با انبوهی از بدهی اینترنتی مواجه شدند. چنین تصور باطلی را در جریان رشد سریع قیمت مسکن در آمریکا شاهد بودیم دندانپزشکان وکلا معلمان و رانندگان تاکسی شغلشان را کنار گذاشتند تا خانه های کلنگی را بخرند بازسازی کنند و بلافاصله با قیمتی بالاتر بفروشند سود هنگفت اولیه تغییر شغلشان را توجیه می کرد. ولی این سود هیچ ارتباطی با مهارت خاص آنها نداشت. حباب مسکن حتی به دلالهای ناشی و اموتور هم اجازه شکوفایی میداد. بسیاری از سرمایه به خاطر اینکه خانه های بیشتر و حتی امارت های عیانی را بکوبند و بسازند شدیداً زیر بار قرض رفتند. وقتی در نهایت این حباب ترکید برای خیلی ها فقط مجموعه از اموال غیر قابل فروش به اسمشان باقی گذاشت. در واقع نمونه های زیادی از شانس مبتدی در طول تاریخ دیده می شود. بعید می دانم ناپل یا هیتلر بدون روحی گرفتن از پیروزی های قبلی در جنگ های کوچکتر جرأت آغاز عملیات نظامی علیه روسیه را می داشتند. اما چگونه تفاوت بین شانس مبتدی و اولین نشانه های استعداد واقعی را توضیح می قانون آشکاری وجود ندارد. اما این دو توصیه ممکن است کمک کنند. اول، اگر در طول زمانی طولانی از بقیه بهتری، تقریبا می توانی مطمئن باشی استعدادت نقش دارد. اما متاسفانه نمی توانی صد درصد مطمئن باشی. دوم، هر چه مردم بیشتر رقابت کنند احتمال اینکه یکی از آنها مدام خوششانس باشد بیشتر می شود. ممکن است اگر بین ده رقیب سالها خودت را به عنوان پیشتاز مطرح کنی تو همچنین شرایطی را تجربه کنی و در آن صورت می توانی به خودت افتخار کنی. این مسلما نشان دهنده نوعی استعداد است. اما اگر در یک سال خاص پیشتاز ده میلیون نفر فعال در عرصه باشی مثلا در بازار اقتصاد هنوز نباید تصور داشتن یک امپراتوری مالی مثل بافت را در ذهنت ایجاد کنی کاملا محتمل است که فقط خیلی خوششانس بوده ای. قبل از اینکه هر نتیجه بگیری مشاهده و صبر کن شانس مبتدی می نابود کننده باشد بنابراین مراقب برداشت های نادرست باش و مثل یک دانشمند با تئوری برخورد کن. سعی کن خلافش رو ثابت کنی. به محض اینکه اولین رمان من سی و پنج آماده چاپ شد آن را برای یک ناشر فرستادم و او بیدرنگ پذیرفت. در یک لحظه احساس کردم نابغه. یک پدیده ادبی احتمال اینکه آن ناشر نسخه دستنویسی را بپذیرد یک در پانزده هزار است برای اینکه تئوریام را آزمایش کنم دستنویسم را برای ده ناشر بزرگ دیگر هم فرستادم ده نامه مردودی دریافت کردم خلاف تصورم ثابت شد و در کمترین زمان مرا دوباره واقع بین کرد پنجاه دروغهای کوچک شیرین ناهماهنگی شناختی روباهی به داخل تاکستانی خزید با اشتیاق به انگورهای درشت بنفش و رسیده خیره شد پاهای جلوی خود را به تنه درخت کیه داد و گردنش را کش آورد و سعی کرد خودش را به میوه ها برساند اما خیلی دور بود ناراحت شد و شانسش را یک بار دیگر امتحان کرد خودش را به جلو پرتاب کرد ولی تنها چیزی که داخل دهانش شد هوا بود. بار سوم با تمام قدرت پرید و کمی بعد به شدت زمین خورد. اما هنوز هیچ برگی از جایش تکان نخورده بود. روباه با نارضایتی گفت این انگورها اصلا رسیده نیستند. چرا باید انگور ترش بخورم؟ و با سربلندی به جنگل بازگشت. ازوب شاعر یونانی صده ششم قبل از میلاد از این حکایت برای نمایش یکی از خطاهای استدلالی متداول استفاده کرد. وقتی روباه خواست کاری انجام بدهد و ناکام ماند، یک ناسازگاری به وجود آمد. او می تواند این مشکل را به سه شیوه رفع کند. الف اینکه هر طور شده انگور را به دست بیاورد. ب اعتراف کند توانایی لازم را ندارد. و یا جیم بعدا هر طور می خواهد آنچه را اتفاق افتاده تعبیر کنند. مورد آخر نمونه یا تحلیلی از ناهماهنگی شناختی است. فرض کن ماشین تازه ای خریده ای اما بلافاصله از تصمیمت پشیمان شده ای. موتورش صدای جت در حال روشن شدن میدهد و توی صندلی راننده راحت نیستی. چه کار می کنی؟ پس دادن ماشین به معنای اعتراف به اشتباه خواهد بود. تو که این را نمیخواهی البته فروشنده احتمالا راضی به پس دادن کل پول تو نخواهد بود پس خودت را متقاعد خواهی کرد صدای بلند موتور و ناراحت بودن صندلی امکاناتی امنیتیاند که از خواب رفتن پشت فرمان جلوگیری خواهند کرد فکر میکنی دیگر احمق به نظر نمیرسی و از حرفهای خودت خوشت میآید خوب خریدی کرده ای. لئون فستینگر و مریل کارل سمیت استادان دانشگاه استنفورد از دانشجوهای خود خواستند یک ساعت فعالیت‌های طاقت فرسا و خسته کننده انجام بدهند. سپس دانشجویان را به دو دسته تقسیم کردند. هر فرد در گروه الف یک دلار دریافت می‌کرد. در سال 1959 و موظف می از کارهایی که انجام داده برای دانشجویی که بیرون منتظر است به دروغ تعریف و تمجید کند. از دانشجویان گروه ب نیز همین درخواست می اما با یک تفاوت. آنها برای این کار 20 دلار دریافت می کردن. بعد از آن از دانشجویان می نظر واقعی خود را درباره آن فعالیت یک نواخت بیان کنند. جالب بود که کسانی که تنها یک دلار گرفته بودند آن را جذابتر و لذت بخشتر توصیف می کردن. یک دلار ناقابل برای آنها کافی نبود که بیدرنگ شروع کنند به دروغ گفتن. پس مجبور بودند خود را قانع کنند کارشان آنقدرها هم بد نبوده. آنها هم مثل روباه حکایت عذب از شرایط برداشت کردند. دانشجویانی که 20 دلار گرفته بودند نیاز نداشتند چیزی را توجیح کنند. آنها دروغ گفتند و 20 دلار به جیب زدند. یک معامله مناسب. آنها هیچ ناهماهنگی شناختی نداشتند. فرض کن برای استخدام در شرکتی ثبت نام کرده ای و متوجه می از یک متقاضی دیگر شکست خورده ای. به جای اینکه اعتراف کنی طرف مقابل برای آن شغل مناسب تر بوده خودت را متقاعد می کنی که از ابتدا اصلا این شغل را نمی خواستی. فقط میخواستی ارزش بازاری خود را بسنجی و ببینی آیا می توانی برای یک مصاحبه دعوت بشوی یا خیر. چند وقت پیش من هم وقتی قرار بود بین دو فرصت سرمایه گزاری در بورس یکی را انتخاب کنم واکنش مشابهی نشان دادم. سهام انتخابی من در مدت کوتاهی پس از خرید بیشتر ارزش خود را از دست داد در حالی که ارزش سهام دیگری که آن را نخریده بودم سر به فلک کشید نمی توانستم به خطای خودم اعتراف کنم به خاطر دارم در تلاش بودم دوستم را قانع کنم با اینکه این, این سهام چندان به کار نخواهد آمد در مجموع امکان موفقیت بیشتری دارد تنها توجیه این رفتار بسیار غیرمنطقی ناهماهنگی شناختی است اگر من تصمیم را برای سرمایه گذاری تا امروز به تعویق میانداختم امکان موفقیت از آن هم بیشتر میشد این همان دوستی بود که داستان از را برای من تعریف کرد هرچقدر چقدر بخواهی می توانی نقش روباه زیرک را بازی کنی اما اینطوری هرگز به انگورها دست نخواهی یافت